بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه، هرچند که این روزها پیدا کردن و داشتن اوقات خوب خیلی مشکل هست، ولی چاره نیست، خودتون باید برای خودتون این امر رو میسر کنید تا بگذرد این روزگار تلختر از زهر، بار دیگر روزگار چون شکر آید. حالا آیا قبلا روزگار چون شکر بوده؟ چون ترامپ سال 2015 با شارلاتانی و کلاشی یه شعاری رو برای خودش درست کرد که متاسفانه طرفداران بی سواد و کمدانش متوجه نشدن که این که میگه بیاین آمریکا رو دوباره عالی کنیم، چه روزی چه تاریخی آمریکا عالی بوده و الان این شعار رو طرفداران بایدن دارن استفاده میکنن، میگن بیاین دوباره آمریکا رو عالی کنیم و به بایدن رای بدیم. امیدوارم این کار انجام بشه، ضمن این که حالا برای بایدن هم پروپاگاندایی دارن درست میکنن، ببینیم میتونه از این جون سالم به در ببره یا نه. امروز درباره ترامپ و اینکه یه روز میگه که نه، رهبر چین خیلی هم آدم خوبیه، به موقع به ما خبر داد، بعد دیروز تالایی میگه که نه، چین به ما دروغ گفته، بعد میگن رهبرش چی، میگه نه کاری به اون من ندارم. این ماجرا فقط برای اینی که میخواد بدهی چین رو نده، بدهی چین رو بالا بکشه، چون موند توش و بدهی های آمریکا رو چند برابر کرد و این هم یک مسئله. باز برگردیم به این، آیا روزگاری شما سراغ دارید که خوب باشه و شما بگید که اون زمان خوب بود؟ تاریخش رو بگید، سالش رو بگید، تا من به خودم خیلی زحمت نمیدم توی گوگل اون سال رو به قول اینها سرچ کنم، دنبالش بگردم و براتون بگم که همون سالها هم زندگی چقدر مشکل بوده. امروز برنامه های پرباری داریم. ساعت 3:30 با آقای امیرحسین لادن هستیم. یک مقاله رو در نشریه گویا من خوندم به این نام که طوفان کامل به اصطلاح در راه است یا در شرف شکلگیری است. در این مورد سوالاتی اینجا نوشتم، ازشون میپرسم. شما هم در حین برنامه ها اگر سوالی دارید یا نظری دارید، میتونید نظراتتون رو مطرح کنید، سوالاتتون رو هم بپرسین و ما هم سعی میکنیم به اصطلاح به تمام نوشته های شما جواب بدیم. من بارها گفتم، یه بار دیگه هم این رو میگم که متاسفانه وقتی یه نفر یه نامه ور میداره برای یه روزنامه میفرسته یا برای یه مجله میفرسته، فکر میکنه که این رو باید صفحه اول قرار بده. این بارها همون بیچاره ها توضیح میدادن، خود ما هم تو برنامه های تلویزیونی توضیح میدادیم اینا، که اگه شما زنگ زدید پیغامی گذاشتید، معنیش این نیست که ما مجبوریم یا تعهد داریم این پیام رو پخش کنیم، مگر اینکه با شما توافق کرده باشیم، حالا در قبال دستمزدی به اصطلاح هزینه ای چیزی پخش کنیم، اون موقع پخش میکنیم. تازه اگه نتونیم پخش کنیم، همیشه میگن ابر و باد و مه و طوفان و فلک در کارن، میگیم به این دلایل نشده، کاری که میکنیم یا پولتون رو پس میدیم یا یه وقت دیگه پخش میکنیم. هفته پیش در حین برنامه‌ای که من با دوستان جدا شده داشتم، دوستی به نام آقای فلاح که من ایشون رو نمیدونم الان دیگه خیلی سال هاست، از میتونم بگم 30-40 نمیدونم، دیگه خیلی ساله میشناسم، و ایشون گویا کامنتی نوشته بودن و من دو تا بچه دارم، الان 3 نوه دارم، به جان 2 بچه‌ام، به جان 3 بچه‌هام. من میگم معمولا اونایی که دروغ میگن احتیاج دارن قسم بخورن، ولی خب با همه اینا این جا افتاده تو من مین ما ایرانیا، قسم که من تا بعد از برنامه اصلا نوشته ایشون رو ندیده بودم. و جالبتر این که وقتی نوشته رو دیدم و جواب دادم و ایشون گله کرد و اینها، تازه فهمیدم که نه تنها یک کامنت ایشون نوشته، چندین کامنت ایشون نوشته. ولی یه چیزی یاد گرفتم، ما باید تو زندگیمون هر روز سعی کنیم از اشتباهاتمون یاد بگیریم، از تجربیاتمون یاد بگیریم.
لزوماً شما اشتباهی نمی‌کنی، ولی تجربه می‌کنی. از این راه که میری می‌بینی مثلا 3 تا چراغ خطر داره، 2 تا گردش به چپ داره، از این راه میری که گردش به راست داره، آزاده. این تجربه است، این اشتباه نیست. و برای ایشون آخرش نوشتم خیلی ممنون، من نمیخوام بگم عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد، چون نه شما عدوی من هستی نه خدا این وسط تونسته چیزی بخواد برای ما، ولی میتونم بگم که وقتی دوستان به یه چیزی رو گوش زد میکنن، اگه اونها با حسن نیت، تو هم با حسن نیت بری دنبالش، یه چیزی رو یاد میگیری. و من اون روز یاد گرفتم که توی فیسبوک دوستان یادتون باشه کامنت ها رو، حالا من به عنوان ادمین، دوستان دیگه، ما بعض وقتا 2-3 نفر از دوستان رو میذاریم ادمین باشن در برنامه ها، اونا مثل که میتونن بگن اینها رو بر اساس زمانی که رسید بذار، میتونن بگن اینها رو بر اساس اونی که بیشتر نوشته بذار. من عکسش رو گرفتم بهتون نشون میدم. در هر صورت همه اینها رو میگم تا به این نتیجه برسم که یه چیزی هم که بشر تجربه میکنه ولی نتیجه ازش نمیگیره این اشتباهات. ما در تلویزیونای ایرانی 20 سال پیش، من 22 سال پیش شروع کردم تو رادیو و اینها، خب این شور و شوق شنیدن صدا و اینها، بعد معیاری نبود که کی چند تا بیننده داره و اینها، مثل الان نبود یکی رو اینستاگرام حرف میزنه میگه یکی، اون یکی میگه فلان 2 تا، بعد میشماره میگه من 4 تا بیننده اینجا دارم، 400,000 تا اونجا دارم، بعد میبینیم ای بابا طرف پول میده و میتونه بخره لایک و بخره ویزیتور رو بخره و اینها که اونها هم بمانه. اشتباه ما این بود که شور و هیجان آزادی گولمون زده بود، فکر میکنیم آزادی اینه که من بیام برنامه بذارم، تلفن رو بذارم باز، هر کسی که میخواد از مخفیگاه خودش، حقیقتا مخفیگاه، حالا آقای فلا که یه آدم شجاعی ترسی نداره و توی فیسبوک هم میشناسیمش و اینها، ولی اون موقعی که این تلفن ها بود طرف از تاریکی نشسته بود به ما که در روشنایی نشستیم و در یک باکس، در یک جعبه شیشه‌ای هم نشستیم، حقیقتا سنگ پرتاب میکنه، اون وقت اون هر مزخرفی دلش میخواد میتونه بگه، ولی شما اگر یه حرفی رو بالا و پایین زدید از شما انتظار دارن چون شما شناخته شده هستی. بعدها ما نتیجه گرفتیم که آقا این تلفن زدن جز اتلاف وقت نیست، و داشتیم یه کسایی رو، مثلا آقای تیرانداز بود از خلیج فارس زنگ میزد، اصلا همیشه این یه نوار یه چیزای تکراری رو تکرار میکرد، همش هم بحثش این بود که بگه ما سنی ها بهتر از شما شیعه ها هستیم، آقا هممون بدیم. بگذاریم، تصمیم گرفتیم این کار رو نکنیم. حالا با فیسبوک، شروع فیسبوک یادم نیست از کی شروع شد ما بتونیم برنامه لایو داشته باشیم و اینها، شروع فیسبوک که آمد آدم فکر میکنه که بی احترامیه، یه نفر نوشته اینجا یه چیزی هست و ما اگه دیدیم، اگه نگیم فکر میکنیم بی احترامیه، در صورت که به نظر من اصلا بی احترامی نیست. من اگر یه سری چیزا رو کامپیوتر نوشتم، یه سری چی هم اینجا نوشتم، باید اول اینها رو به اصطلاح بهشون ارجعیت بدم و بعدن اگه وقت شد در اون مورد. ضمناً اینی که من در مورد تاپیک های مختلف، موضوعات مختلف صحبت میکنم، تا الان دارم راجع به ترامپ صحبت میکنم، 2 دقیقه دیگه میرم راجع به جمهوری اسلامی و آخوندها صحبت میکنم، اون دوستمون داره راجع به ترامپ مینیسه، من فکر کنم داره راجع به آخوندها مینیسه و اینها، کلن شیر تو شیر، نمیخوام بگم خر تو خر میشه، چون یه طرفش هم خود منم دیگه، اگه خدای نکرده با اون طرف گفتم خر تو خر میشه، خر تو خر بگیم شیر تو شیر میشه و این جنگل میشه جنگل مولا. فکر کنم باز باید برگردیم به جایی که اگر امکان داشته باشه اصلا این چت رو ببندیم. آقا شما اگه میخوای حرفی بزنی، شما به اصطلاح پلتفرم، یا پلتفرم میشه سکو، سکوی خودت رو داری، میتونی اونجا حرف بزنی، و اگر هم حرفی نداری آمدی حرفای منو گوش کنی، خب باشه این حرفا رو گوش، اینجوری باشه. ولی میخواین اونجوری هم خشک نباشه، اینجا نه کلاس دبستانه، نه کلاس دانشگاه هست، نه اکابره، و میخواین یه محیط دوستانه داشته باشیم. ولی محیط دوستانه این نیست که یه نفر، اتفاقا یه نفر اومده بود چند تا چیز نوشته بود درباره برنامه آقای لادن بود،
و بعد پاک شده بود. بعد به من نوشت آی سوربی این پاک شده. میگم آقا 3-4 نفر اینجا بعضی وقتا ادمینم توی برنامه، من ازشون خواهش میکنم آقا سعید شما از کالیفرنیا، آقای مجید خان شما از نمیدونم فلانجا، آقای ایکس ایگرگ از فلانجا شما ادمین باش این نوشته ها رو. اون وقت اونا قدرت دارن بردارن بذارن جواب بدن و الی آخر. بعد بهش گفتم ضمناً شما اینجا حقی نداری. دوستان گواهینامه که به من و شما میدن میگه این حق شما نیست، این امتیازه، پریویلیج، این امتیازه که به شما دادیم و هر وقت ما بخوایم از شما میگیریم. مثل شهروندی، شهروندی حق نیست که ما بگیم داشتنیه یا به دست آوردنیه. میشه بگیم شهروندی یک امتیازیه که به دست آوردنیه بر اساس شرایطی. مثلا تو آمریکا اینجوری شما نگاه میکنی آقا من کجا دوست دارم مدرسه هاش خوب باشه، بعد اینا مدرسه ها بچه ها بزرگ شدن دیگه مدرسه احتیاج ندارم، کجا مالیات نمیگیرن بلند میشم میرم فلوریدا و الی آخر. پس من میرم امتیاز شهروندی اون ایالت یا اون شهر رو کسب میکنم و اگر همون قوانینی که من رو جذب اونجا کرده من رو دستگیر کنه بگی شما این قوانین رو شکستی، میتونن اونا شهروندی منو بگیرن بگن آقا برو بیرون از اینجا برو بیرون. و این اتفاق میفته حتی در همین آمریکا. بعضیا میگه آقا شما حق نداری بیای تو این شهر، شما حق نداری تو این رستوران بیای، حق نداری. باورت میشه تو آمریکا به این نفر بگن شما حق نداری تو این رستوران بیای، شما حق نداری تو این سینما بیای، حالا این میخوام برین امتحان کن. در صورت آقای فلاح گرامی من فکر میکردم شما منو بیشتر میشناسی، چون من اگر آدم سیاست مداری بودم، اگر آدم ترسوی بودم، اگر آدم ملاحظه کاری بودم که خب همون موقع که شما وقتی خانم شیرین عبادی تو سالن بود، آقای سهراب اخوان اون موقع زنده بود، آقای دکتر قهاری بود، دکتر علی اکبر قهاری خدا بیامرزه، اینا هم بعضی هاشون جوون رفتن، اینا هم من نمیمدن بیرون ببینم شماها چی میگین. از اون خانمی که همسرش رو ول کرده بود اومده بود با داور زندگی میکرد، با شما که بالاخره برای یه هدفی آمده بود اینا، پس من نه ترسی دارم نه خوفی نه واهمه‌ای و نه بدهکاری. این مهمتر از اوناست. بدهکاری یعنی این که یه کسی به من یه پولی داده باشه، من در مقابل اون حالا یه وظیفه‌ای دارم، یه دینی دارم، یه بدهی دارم که طبق خواسته اون عمل کنم. آقا من یک آدمی هستم که از سال 1998 با رادیوی فیرفکس با دوستان شروع کردم، بعد آمدم امروز به اینجا رسیدم تلویزیون مردم و امروز هم به این نتیجه رسیدم که تلویزیون ها به کسی آزادی نمیدن و ما سعی میکنیم تلاش میکنیم که این آزادی رو به دیگران بدیم به گواهی بعضی ها. در رابطه با همین آزادی با آقای فلاح گفتم اگه شما خواستی یه روز بیاین با هم صحبت کنیم. اینی که یه دوستی 29 سال 30 سال توی سازمان مجاهدین بوده، حالا جدا شده اومده تو آلبانی مثل یک اسیر داره میره نقاشی میکنه کارگری میکنه، ولی نمیخواد زیر بار حرفای زور و مزخرف مسعود رجبی بره و اونم که الان مفقود الاثر شده زیر بار حرفای مریم قجر بره، و این وقتی میاد بلافاصله تا یه چیزی بر علیه سازمان مجاهدین گفت، سازمان مجاهدین که مهر و استمپ و برچسب و همه چی رو میزنه توهین میکنه تهدید میکنه اینها، من و شما هم هی بیان بگیم اینها پول میگیرن. آقا گیرم که پول میگیره، اولا تو رو خدا هر کدومتون میتونید آقا این قسمت نوار منو ببرید بذارید رو ویدیو که سوربی گفت هر کسی میتونه از این آخوندهای جاکش پول بگیره بگیره برای من، 25% هم برای خودت، اصلا 50% برای خودت. والا بلا آقای فلا همین مشتریایی که از صبح تا عصر میان به فروشگاه شما و با شما بحث میکنن، اولا شما نمیدونی کدومش مأمور جمهوری اسلامیه، دوما اگر جمهوری اسلامی پولی میداد تمام اینا تو صف جلو من و شما بودن، سوما شما که گفتی اینایی که پول میگیرن بدت نیاد سوربی بیشترشون تلویزیونن، آقا من چرا بدم بیاد؟
وقتی به یکی میگن آی دوز، اونی که دزده بعدش میاد، اونی که دزده فرار میکنه، میگفتن چوبو که برمیداری سگ دوز فرار میکنه، من چرا بعدم بیاد؟ شما هرچی میخوای بگو. ولی بهش گفتم آقای فلاح یادت باشه ما که میریم تو مهمونی ها مردم میگن آقا فروشگاه دوزه، فروشگاه گرون فروشه، فروشگاه کم فروشه، فروشگاه اینه، فروشگاه اونه، و ما بعضی وقتا واقعا دفاع میکنیم. چرا؟ چون آدم باید وجدان داشته باشه. یه نمونه از این دفاع رو من براتون بگم. ختم مادر زن یکی از دوستان ما بود، رفتیم خب دیدید که خود به خود، حالا هرچی هم اینا مذهبی نباشن، هرچی هم پیش رفته باشن، آقا جلسات خود به خود میشه زنونه و مردونه. زنا داخل ساختمون، آقایون به دلیل سیگار و جوکایی میخوان بگن اینا، خارج از ساختمون توی حیاط نشسته بود. یه آقایی به من گفت که آقای سربی، شما که میدونی آقای شبخیز از جمهوری اسلامی پول میگیره. من بهش گفتم آقا این حرف یه توهینه، من از کجا میدونم که این پول میگیره؟ به نظر میاد که شما میدونی که داری به من میگی، ولی شهامت نداری خودت بگی، میخوای من بگم. من چون من نشستم آقا توی ویرجینیا، چه خبر دارم از شبخیز که نمیدونم کجا میرفتن اون وقتا؟ اینا مارکتشون دبی و کشورهای دیگه بود و اینها، حالا یا فروشای که چیزایی که میذاشتن اینجا، من چه خبر دارم؟ و آقای فلا شما توی این چاله نیفت که بله همه این تلویزیونه، آقا این تلویزیونه کیان؟ حالا که دیگه، حالا اون روزا اقلا با یه دوربین 3-4000 دلاری داشتی، این روزا که یه دوربینم نمیخواد، آقا این تلفنت وردار بذار ضبط کن پخش کن. این تلویزیونه کیان؟ این رسانه که شما میگی رسانه ها کیان؟ و شما برید بگردید اونایی رو که اطمینان دارید، اونایی رو که اطمینان دارید نگاه کنید، حرفاشون رو چیز کنید و حمایتشون کنید. اگه حمایتشون نکنید، شما اونا رو مجبور میکنید که اونها برن وابسته بشن به یه جایی. آقا تلویزیون ما خرج، اتفاقا این آقای فلا میدونه اینجایی که من کار میکنم، یعنی میتونه پیاده بیاد اونجا منو نگاه کنه که آقا من زور میرم مثلا ماشین رو برمیدارم میرم تا نصف شب تا فردا شب دارم کار میکنم با این سن و سال. خب من باید دیوونه باشم، مریض باشم که اگر کسی به من پول مجانی میده، بعد به من پول میدن که من چه کار کنم؟ آقا ما که کسی پول نمیگیریم که بهمون بگه چه کار کنیم. اقلا شما بیان برای من توضیح بدید آقای فلاح عزیز، به من پول میدن که من چه کار کنم؟ که مثلا رنگارنگ که بودم دوربین رو برچیدم رفتم سیزده بدر رو نشون دادم. خب سیزده بدر که همه میدونن، همه میرن بیرون. چه کار کردن این رسانه ها که اینقدر ارزش داشته باشه حتی برای نوکری؟ یکم گرمش بگید شما به من چه کار کردن؟ کدوم تلویزیون رو شما میگی که کارایی که میکنه در جهت به اصطلاح کمک به آخونداست؟ بگی تا من بذارمش براتون زیر ذره بین. همون آقای فولادوندی که میمد فوش میداد به قرآن، همون اون کمک میکرد به آخوندا. همون آقای رضا فاضلی، همون اون کمک میکرد به آخوندا. چرا؟ اونا اینا رو نشون میدادن، نشون مردم میدادن، میگفتن آقا ببین این رضا فاضلی که اینقدر ادعا میکنه، میگه آقا وقتی اومدی میخوام خیارمون پهلوی مردم آخوندها رو آویزون کنیم به درخت ها. این فولادوند توهین میکنه به نمیدونم قرآن و شرف و دین و پدر شما. حالا شما بیا مثلا بگو شبخیز چی کار کرده، یا کسای دیگه، یا اون آقای نادر اسمش نم یادم رفته، اینا چی کار کردن؟ اتفاقا امروز یه برنامه دیدم از آقای حمید احمدی میشه گفت یکی از پیشکسوتان این کار رادیو تلویزیونه و شومن خوبی هم هست. البته متاسفانه الان به دلیل اینکه از خونه برنامه رو ضبط میکنن کیفیتش خیلی کم بود. البته براش نوشتم که برنامه خیلی خوبه و اینها، ولی کیفیت ویدیو بده. امیدوارم این کرونا بگذره شما باز به استودیو برگردی و چیز کنی. البته بعضی از دوستان هی میگن ما حالا دیگه پیریم. نه دوست عزیز، رو یاد بگیریم هر روز. این روزا این پروگراما خیلی قشنگ، شما کاخ سفید میتونی بذاری پشت سرت، میتونی قصر آینه و کاخ نمیدونم نیاوران رو بذاری پشت سرت و الی آخر. و فقط میخواد یه کمی خودت رو به روز برسونی و از جامعه عقب نیفتی. این آقای سبا توار که من رو فکر کنم 20 سال میشناسه، اگه بیشتر نه،
نوشته که سوربی عزیز، اصالت داشتن خیلی مهم است که تو داری. آقا من ممنونم ازت، متشکرم. آقای سبا تبار هم از اون روزی که من شناختمش قبل از اینکه حتی برنامه هایی داشته باشه با این کارهای اجتماعی که انجام میده، این مهمه، کارهای اجتماعی که انجام میده، از شما میخواد تو این شرایط برید نمیدونم از ایرانی ها خرید کنید فلان اینها، این صادق بودن خودشو نشون داده. باز اینجا من از آقای فلا دعوت میکنم که یه روزی تو برنامه بیان. حالا یه چیزی هم بهتون بگم، نمیخوام بگم اینا همشون دنبال پول ساختنن و حاضر نیستن ربع ساعت وقت بذارن، گرفتارن، بچه دانشگاهی دارن، هر کی گرفتاری خودشو داره که ما نباید قضاوت کنیم که آقا من میام اینجا این خونه رو تمیز میکنم چرا شما نمیام. آقا اون دلش نمیخواد، اصلا ساده ترینش اینه که دلش نمیخواد. یه برنامه‌ای بذارید، توضیح بدید، نفرات هم فکر خودتون رو جمع کنید. من آدم موفقی در کار مدیا نبودم، دلیلش اینه. آقا ما یه ماه داریم میگیم 10 نفر میخوایم که یه هزینه ای رو بیان بگن آقا ما قبول میکنیم، ما 10 دلار بدیم که این 100 دلار رو ما بتونیم روش حساب کنیم. خب دوست ما از خلیج نوشته، از خلیج فارس نوشته که من الان شرایطم اینجوری و فلان اینا، تو وقتی داشته بنده خدا کمک کرده ولی نداره. اون قابل فهم، قابل درکه، ولی این که ما تعهد نمیکنیم که آقا یکی بگه من دوست تو هستم، بعد بعضی ها فکر کنه حالا چون دوست منن خب من به اونا که نیستم، نه اتفاقا من به شما هستم. آقا اونی که دشمن منه که فوش میده، نامه نمیدونم فحاشی مینویسه، اون کار خودش انجام میده و ای کاش شما هم به اندازه اون پشتکار و اهمیت داشتید که اگر قرار ماهی 5 دلار بفرستید، چه اون موقعی که با نامه و چک و اینها بود، چه الان که با زدن 2 تا کلیک یا ونمو یا فیسبوک یا پیپر این کار انجام میدید. گفتم حتی یه دوستی لطف کرد از کانادا 100 دلار کانادایی فرستاد که 73 دلار میشد، اینم بانک‌ها اجازه ندادن ما انتقال بدیم. خیلی جالبه، بانک‌ها جلو من و شما رو میگیرن برای 30 دلار، 50 دلار، 100 دلار، ولی میلیاردها دلار از ترامپ شارلاتان گرفته تا تروریست‌ها رد و بدل میکنن بدون هیچ رد پایی. چرا ترامپ ورقای مالیاتشو نشون شما نمیده؟ شمایی که حمایت میکنید از ترامپ، گفتید این آمد میخواد بگه دولت شفاف باید باشه، دولت نمیدونم، چرا خودش شفاف نی؟ مگه میشه یه کسی به دیگران بگه شما ماسک بزنید بعد خودش ماسک نزنه؟ خب این که میشه توفه، چی میگن چه جدا بافته؟ بله یادم رفت. در هر صورت ممنون و متشکرم و اگر لطف کنید دوستان این برنامه ما رو با دوستان خودتونم شیر کنید، بیشتر تشکر میکنیم و بیشتر ممنون میشیم. امروز جمعه اول ماه می 2020 هست، برابر با 12 اردیبهشت 1399 و روز جهانی کارگر هست. میدونید متاسفانه در آمریکا این اول ماه می روز جهانی کارگر را هم یه روز دیگه جشن میگیرن و اینا، و اینا سعی داشتن که همه چیز رو یه جور دیگه انجام بدن و این یه جور دیگه بودن تا امروز بعد نبوده، ولی نشون داده بعد از 250 سال الان به سرازیری سقوط با سرعت داره پیش میره. از خودتون سوال کنید جمعیت دنیا چند میلیارده، جمعیت آمریکا چند میلیونه، این چند میلیون رو بذارید رو این ببینید میشه چقدر، میشه 4%، ماکسیموم 5%. بعد از خودتون بپرسید تا امروز در دنیا چند نفر به وسیله این ویروس کرونا از بین رفتن، بعد یه دفعه ببینید آمریکا 25% این تلفات رو داده. خب درست نیست. آمریکایی که میاد میگه که ما بهترینیم، بیشترین وسایل رو داریم، مجهز هستیم، ارتشمون اینجور، بهداشتمون اینجور، آقا گند زد. شما 4% جمعیت کل دنیا رو داری ولی 25% تلفات رو دادی. از اون برم ایرانم تو این ماجرا کم آورده، گند زدن آخوندا، اونا هم آمادگی نداشتن. چه کسایی آمادگی ندارن؟ کسایی که وضعشون خرابه، کسایی که پایگاه مردمی ندارن. الان پایگاه مردمی ترامپ کم شده، حتی طرفدارانش فهمیدن که آقا تو 3.5 سال داری دروغ میگی و هیچ کاری انجام ندادی. یه مشتی دیواری رو که به صورت فنس و اینها بود، هی اینا رو میری عکس میگیری میگی ما داریم میسازیم.
کجا دیوار ساختی؟ تازه دیوار دیگه چی میخواد بسازی؟ مردم از اینجا دارن در میرن، میرن کشورهای دیگه. این هم از این ماجرا. اگر صحبتی بود روی فیسبوک بنویسید. من اگر دیدم، ببینید دو تا اگر میاد بخوره تو قدش، اگر دیدم یعنی 50% ممکنه ببینم، 50% ممکنه نبینم. حالا اگر دیدم ممکنه استفاده کنم در برنامه بگم، ممکنه نگم. یعنی چی؟ یعنی آقای سبا تبار وقتی نوشت موفق باشی، این 25% نوشتش شانس این داره که در تلویزیون گفته بشه. حالا ایشون این 25% برنده شد، ولی ممکنه من دیگه نخونم اینو. و گله و سوسول نباشید، عزیز نازی نباشید، دل نازک نباشید. و اگر حرفی میزنید، خب حرفتون زدید، اونایی که اینجا حضور داشتن دیدن خوندن میگن بله ایشون درست میگه، براتون یه تبلیغ مجانی هم شده، میان به اصطلاح صفحتون رو میگن این که اینجا این حرف زد، بریم ببینید تو صفحش چه خبره. که من اگر قدرت داشته باشم و این فیسبوک اون به اصطلاح چت یا چیز رو بهمون اجازه بده که آقا نخواستیم آوتش کنیم، مثل یوتیوب دیده بودید اون پایین چه فوشایی میدادن، حالا قشنگ میزنیم نو کامنت، چقدر راحت شدیم. چون اون مینوشت تو مینوشتی، اون یه فوش میداد تو چارت، اون میگه حالا این چارت رو فوش داده من با 12، اون 12 تو فوش میداد شما 120,000 تا فوش میدادید. خب این چی بود آخه؟ این چه کامنتیه؟ نباشه بهتره. آقا من اینجا سکوی ارتباطی گذاشتم، با شما در رابطه هستم، شما دو تا گزینه داری، یا بیای بشینی گوش بدی یا نیا. ببین چقدر راحته. ولی بیای بشینی گوش بدی بعد یه چیز بنویسی بعد از من ناراحت بشی چرا نخوندی، آقا من تعهدی ندارم بخونم، تازه میگم ندیدم. در صورت امیدوارم این رو متوجه شده باشن. و من با وجودی که تعهد ندارم، ولی چون برای ایشون فرستادم، به شما هم نشون میدم که اگر شما هم این اشکال رو یه وقت با دوستاتون پیدا کردید و داشتید، یکی از اونا اینه، آقای فلاح کجا هست، اسمشون اینجا نوشتم و عکس فیسبوک ببینید گذاشتمش روی میز. حتما برای شما این دسکتاپ، حتما برای شما اتفاق میفته بعض وقتا روی میز یه چیزی میذارین، پنکه روشنه، باد میزنه میبرتش. نگاه کنید دوستان، البته برای ایشون نوشتم که شما متوجه میشید چرا این، ببینید بعد از برنامه که ما رفتیم و دیدیم ایشون آمده، بعد تازه من هم میخواستم به شما جواب ندم نمیگفتم ویلسد یعنی آفرین، یعنی این حرفی که شما زدی من باهاش موافقم و بارها پرسیدیم. بله. بعد نگاه کنید دوستان، بغل این کامنت ها که آقای فلا مثلا اینجا نوشته 20-21، آقای دانش هرکی نوشته 1:06:19، این یکی نوشته آقای کرمی 44:21، این یکی باز نوشته 51:05. اصلا هیچ ترتیبی شما تو این نمیبینید. اگه این بر اساس زمانیه، حالا توی یوتیوب و اینا تاریخ می‌نویسه فلان روز فلان ساعت این پیام گفته، فیسبوک میاد میگه این برنامه در زمان 20:21، آقای فلاح چنین چیزی گفته. آقای رازقی، نه عزیزم، ایشون رزاقیه، آقای رزاقی، خود جمهوری کثیف از همه جنایتکارتر است و دستش به خون تمام ایران آغشته است و در جهان و سازمان حقوق بشر و دادگاه لایحه پرونده های بیشماری از جمله کشتار 67. حالا بره لایحه از گروه های مجاهدین شکایت کنه. امیدوارم که این جناب از بریده شدگان سازمان جهنمی مجاهدین و در خدمت رژیم چوسلامی نباشن. نگاه کن، حالا اینجا نشون نمیده ولی من براش نوشتم ویلسد، یعنی بیاد جواب بده آقای رزاقی. حالا این یه چیز دیگه هم بهتون نشون میدم تا برگردیم به دادگاه لایحه. خوشحال میشم اگر آقای فلا به من پرونده های دادگاه لایحه رو که جمهوری اسلامی رو کسی برده، گفتم کسی ها نگفتم دولتی، کسی برده دادگاه
و محکوم شده و حالا جرم جمهوری اسلامی به اصطلاح چیه، باید چه کار کنه؟ چون شما بدونید ما داریم اول مظنون، من مظنون میشم که این آقای سبا چرخ و ماشین منو پنچر کرده، بعد میرم دوربین رو نگاه میکنم عکسش هست، این متهمه، میبینمش، میرم توی اداره پلیس متهمش میکنم به این که چرخ ماشین منو پنچر کرده، با سند این مظنون متهم شده رو میبرم دادگاه، ولی دادگاه که شما میخوای بری تو همین دادگاه فسقلی بهت میگه زیر 5000 دلاره، شما میگی بله بابا یه تایر 20 دلاره، میگه برو این قسمت، اگه گفتی بالای 5000 دلاره میگه باید بری اول وکیل بگیری بعدم بری دادگاه اونوری. ما اینا رو بلد نیستیم. آقای پویا بختیاری، جوونی که در ماه آبان کشته شده بنده خدا، واقعا پدر و مادر این، اون که کشته میشه با هر درد و زجری هم کشیده رفته تموم شد، پدر و مادر اینا چه زجری میکشن، ما هم که همون 4 روز اول به به چه چه به وجودش، به جوانیش، به قدرتش، به هوشش، به استعدادش، هفته سوم وقتی میخوایم حتی بگیم پویا بختیاری، اسمشو کی بود، اسم اون جوونه 27 سالش بود، آها پویا بختیاری، اینجوری این ذات باشه، آمده نوشته که این دادگاه، این نوشته منو فلان، به اصطلاح ویدیوی منو دادگاه لاهه. اولا اینا فکر کنن دادگاه لاهه نشسته گفتی خب تلویزیون سوربی رو امروز نگاه کردیم، سعید شکایتی داره، سبا شکایتی داره، آقای فلاح شکایتی داره، نه بریم تلویزیون امیرعظم نمیدونم چی رو نگاه کنیم، این شکایتی داره. آقا اینجوری که نیست، یه پرسیجر، یه پروسه، یه مراحلی داره، بعد تازه دادگاه لاهه رو برید با فارسی بزنید. وظیفه دادگاه لاهه چیست؟ آقا این دادگاه دوله. یه چیز دیگر رو که به ما اشتباه گفتن و طرفدارای اینوری اونجوری، طرفدارای اونجوری، آقا خانم مصدق دولت انگلستان رو به دادگاه لاهه نبرد، دولت انگلستان دولت ایران رو به دادگاه لاهه برد، و تازه از اون دادگاه هم هیچ کس پیروز و بازنده نشده، نیومدن بیرون. همه اینا رو برای ما تاریخ و تحریف کردن و ما چون کمدانیم، نمیخوام توهین کنم بگم نادان، تازه نادانی توهین نیست، اما آقای فلان نون بربری میپزه بهترینم هست، من بلد نیستم، خب من کمدان که هستم هیچی، نادان هستم، چه اشکالی داره در ساختن این؟ ولی اگه آقای فلان نمیدونم رشتش چی بوده، بهش بگن آقا این سیم اینجوری میاد سفاز میره اینجا بشه ستاره، بشه مثلث، که اصلا بعضی از شما نمیدونید یعنی چی ستاره مثلث، اگه این ندونه من بهش بگم آقا شما در قسمت الکتریکال نادان هستین، توهین نیست که بمانه. خب دادگاه لاهه، دوستان آقای رضا پهلوی هم چون کمدانه و نادانه چند مدت پیش بلند شد با یه وکیلی، اون وکیله چقدر احمق بود، راه افتادن ما میخوایم بریم لاهه خامنه ای رو ببریم دادگاه لاهه، بعدم رفتم دم دادگاه لاهه گفت آقا برو اون ور خیابون ساندویجی هست، برو نهارتو بخور برگرد، برو عوضی آمدی. نمیدونیم، چون نمیدونیم، این آقای پرویز نظامی هر جا هست یادش بخیر نیویورک زندگی میکنن، آقای پرویز نظامی میگفت سوربی اینایی که کم میدونن خطرناکترینن، چون اونی که زیاد میدونه میدونه که نمیدونه، یا میدونه که کم میدونه، ولی اونی که کم میدونه فکر میکنه همه چیز رو میدونه. دیدید اینا که کتاب، ببینید مسیحیه یه کتاب داره میگه همه مشکلات ما تو اینه حل میشه، کلیمیه که حالا زرنگتر از ما هستن 2-3 تا کتاب دارن، هی کتاب های خودشون هم تقلب میکنن، نمیدونم اسمای مختلف هم داره، تورات و بگید. خب مسلمون هم که یه قرآنی، تازه از همشون بدتر مسلمون هم که این قرآن هم میذاره بالای تاقشه، روشم دستمال و مهر نماز اینا که خاک نگیره، سرش اصلا بازشم نمی کنه. بعد هر کی هم هر چی میگه میگه آه این حرفا چیه، اینا رو تو قرآن نوشته بود، جوابش هم نوشته بود، اینا خطرناکن و ما شدیم یه جامعه خطرناکی. حالا اگه گفتید قرآن این روزامون چیه، این اینترنت بیساب شده، هر چی میخوایم میزنیم 2 خط راجع بهش یاد میگیریم، بعد فکر میکنیم اوه چقدر من میدونم، هی میخوایم به دیگرانم لکچر بدیم، درس بدیم، آموزش بدیم،
و وضع اون این میشه. بذارید من یک invite people رو بزنم. دوستان بارها گفتیم اگه شما لود کنید این برنامه رو با دیگران هم، هر قدم تعداد چیزا کم باشه اونایی که روی صفحه شما هستن، ولی بالاخره یه نفر یه نفر، ده نفر ده نفر، و بعضی وقتا شما میبینید برای یک نفر میفرستید، اون یه نفر توی گروه 10,000 نفری که میذاره اونجا پخش میشه. خب گفتم برنامه امروز برنامه پرباری خواهد بود. اولا برنامه امروز شامل دو قسمت میشه، یکیش طبق معمول باید 2 تا 4 میبود که من به دلیل اینکه با کانون آوا بودم و با آقای هاجری بودیم و با آقای دامرودی بودیم، چند دقیقه طول میکشه تا سیستم عوض کنم و اینها، دیرتر شروع کردم، ولی مشکلی نیست. اتفاقا میخوام با کانون آوا صحبت کنم یا با آقای ارشاد، چون آقای ارشاد برنامهش از ایران هست، 4 اینجا میشه 12:30 میشه، ما اگه بهش بگیم بکنیش 5 هست دیگه خیلی دیر میشه. ممکنه از دوستان در کانون آوا خواهش کنم که برنامه رو 1 ساعت زودتر شروع کنیم، 11 به جای 12، و اون وقت 11 تا 1 برنامه اونها باشه، 1 تا 2 من مشغول فرستادن ویدیوی اونها، مشغول درست کردن آرشیو، و از اون طرف اون دوستانم اونجا نخوان تا بوق سگ بیدار باشن این کارا رو بکنن. در هر صورت برنامه امروز من ساعت 3:30 با آقای امیر حسین لادن خواهیم بود، بعد ساعت 4 میریم ویدیوهای آقای حسن ارشاد از ایران رو میبینیم که برنامه شماره 268 رو آفرین به این پشتکار برای من شما فرستادن، و بعد از برنامه آقای حسن ارشاد باز یه برنامه زنده‌ای داریم، و این بار خوب شد یادم افتاد همین الان آگهیشو هم به شما نشون بدم، هم روی فیسبوک بذارم که کی هست؟ بله، آقایی هست به نام بهرام آبتین، ایشون قبلا هم در تلویزیون مردم برنامه‌ای داشتن، ولی بعد به دلایلی دیگه این برنامه رو نداشتن. یکی از دلایلش این بود که یوتیوب وسیله شد که هر کسی میتونست 10 دقیقه ربع ساعت برنامه ویدیو خودشو بذاره. یکی از دلایلش پوله، این دوستان میگن جانم فدای ایران، ولی به پول که میرسه 2 هفته که پول میدن میگن حالا ببینیم میشه یه کار دیگه کنیم، این جنبش رو فعلا همینجا نگه داریم و اینها. و با آقای بهرام آبتین میخوام صحبت کنم. چرا؟ الان اینجا براتون می‌نویسم. آقای آبتین میاد برنامه‌هایی رو میذاره، مثلا هفته پیش این حسن شریعت مداری عقب افتاده رو دعوت کرده بود، خب معلومه اون نمیاد. چرا من که شما رو دعوت میکنم شما میایید، شما نمیترسید، شما اگر حتی این چیزایی که میگی درست نباشه ولی باورمندی و پشت باورت وایسادی. ولی شریعت مداری بچه آخونده دوزیه که 40 سال 50 سال هرچی، اولا این با پول مردم بزرگ شده، با اوکی، بعدم هر جا تونسته رفته یه پولی برای خودش دست پا کنه گرفته. من الان دنبال این به اصطلاح پوستر آقای آبتین میگردم که بذارم که ساعت 5 با ایشون هستیم. بله آبتین اینجا، اینم اگر روی صفحه مردم فیسبوک من باشید الان میاد اون بالا، ولی من اینجا هم به شما نشون میدم یا عکسشو میبرم تو سیستم. خودمونیم دیگه، تنهای تنها، منم تنهای تنها. یاد حبیب هم بخیر، حبیب رو در کالیفرنیا دیدم و بعد رفت ایران. وقتی رفت ایران اونجا خیلی راضی بود، ولی گویا به اصطلاح یک بیماری که پیدا کرد نتونست به موقع خودش رو برسونه به چیز و از دنیا رفت. روانش شاد، یادش گرامی باد. دوستان اینجا نوشته سربی با مردم نقد و بررسی کارنامه هموندان جنبش ایرانیان. مهمون برنامه امروز آقای بهرام آبتین هستن، ساعت 5 به وقت نیویورک با ایشان خواهیم بود. شما هم اگر سوالی دارید الان زیر همین فیسبوکی که من گذاشتم اینجا به شما نشون میدم، توی صفحه خود من هست، توی صفحه شخصی خود من، وقتی میاین اینجا، اینجا زیرش میتونید کامنت بنویسید، سوال بنویسید، من از ایشون میسوالم، به قول اون دوستمون که از خلیج فارس برنامه بسیار خوبی، برنامه عقل بشر رو اجرا میکردن. خب پس مشکلمون حل شد.
دکتری که به زبان با زبان بی زبانی با بیمار صحبت می کند. اینو فکر کنم آقای جمشید ممتاز که بله میگه سلام و روز بخیر، من برنامه را دیدم ولی پخش نشد، شاید در این برنامه نبود. آقای شادانلو بله در برنامه خود من هست و خوب شد که شما گفتید، همین الان تماشا کنید. خب بله، چون من با آقای شادانلو گفتم که فردا، دیروز گفتم فردا من این ویدیو شما رو در برنامه پخش میکنم و به نظر خودم ایرادایی هم که داره میگم، این ویدیو رو تا دوشنبه مهمون من براشون پخش میکنیم چند بار. اگه خواستن ویدیوهای دیگر رو با هزینه خیلی کمی میتونیم توی این تلویزیون پخش کنیم، شما هم میتونید این کار رو انجام بدید. و اما من این ویدیویی رو که گفتم دکتری با زبان بی زبانی با مریضش صحبت میکنه، البته یه کمی نامفهومه که این آقای انگلیسی بلد نیست یا خانمی که بهش زنگ میزنه، چون به اون خانمه میگه نو انگلیش، بعد میگه بله و احتمالا اون خانمه، ولی ازش میپرسه که همسرت به اصطلاح، حالا من بهتون نشون میدم، آقای جمشید ممتاز، اجازه بدید، جمشید ممتاز هم یکی از عکاسای خوب این منطقه است. اگر کاری داشتید احیانا بعد از کرونا، جشن تولدی بود، عروسی بود، مراسمی بود و اینها، ایشون میاد، خیلی هم آدم خوبی هست، چون هم همشهری منه، هم هموطن منه. و اینجا هم مسیجش رو چک کنم با شمای دوست و ببینیم که چه میشود. داره دنبال یه ویدیو میگردیم، اگه ما این ویدیو رو خودمون درست کرده بودیم و گذاشته بودیم الان بهتر بود. جمشید ممتاز نه متاسفانه اینجا نیست، نمیدونم، بعضی از این دوستان مثل که صفحه های مختلفی دارن، ما هم تو این صفحه ها گم میشیم. آهان بله، برای که ایشون یه جا داره جمشید ممتاز، یه جا داره جیمز ممتازی. حالا من باید برم فیلمی هستیم ما ایرانی ها، به خدا وقتا میگفتن یه فیلم، یه دو فیلم، چون میدونی سینمایی که خیلی رونقی نداشتن، اینها دو تا فیلم نشون میدادن با یه بلیت، دو تا فیلم، یا صبح و بعد از ظهر که مشتری آنچنانی نبود، اینها دو تا فیلم نشون میدادن که افراد بیکار برن اونجا و این فیلم ها رو ببینن. معمولا فیلم ها هم کهنه تر از چی بود. نه اینجا نیست آقا، گمش کردم، جیمز ممتازی اینجا نیست، جمشید ممتاز هم اونجا نیست و اینم همینه که پیدا شد. خبر خوب پیدا شد، با هم بشینیم اینو نگاه کنیم. من براتون تصویر رو اندازه این اینجا، اینم صداش، بله ببخشید اگه یک کمی مخصوصا بعد از یکی دو برنامه آدم سلوتر میشه کاراش. اینم دلیلش اینه که ما هر روز باید شناسنامه خودمون یه نگاه کنیم و به خودمون بگیم که دیگه ما اون جوان دیروزی نیستیم. صدای این هم زیاد، ببینیم و بشنویم با هم. الو دکتر اوکی بند، in English some but who is you? Mrs. Robinson, some English, your husband, hot body hot. Water sheet. No.
oxygen, he... No. No hospital, go church. Church, no go hospital, church, church. Aya Irini. Thank you. خب من حقیقتش ببینید این آقا میگه دکتر فلانی، تا اونجایی که ما میدونیم دکترا همشون انگلیسی میدونن، حالا ممکنه با لهجه باشه و اینا، چون بیشتر کتابای اینا لاتین و اسما و اینا هست. و بعد این دکتر حالا میگه بدن درد میکنه، body hurt، که خب این انگلیسی. بعد میگه water shit یعنی اسهال داری، یعنی مدفوعت مثل آب از درد میشه، که اینم دوتاش انگلیسیه. در صورت این ویدیوها خوبه، آدم رو دو سه دقیقه مشغول میکنه، ولی بعضی هاش توهین هست به دیگران. یه ویدیوی هست یه پیرمردی، اونم مثل من نوش نشسته اینجا، هی به نوش میگه که بگو مردم اگر اینجور بودن. برای دوستم آقای دکتر نوشتم که آقا این که اصلا آزار بچه هاست. شما به بچه وقتی یه چیزی نه، من یه فامیلی داشتیم متاسفانه تو ایران سالها پیش، این آقا بعد از 3 دختر یه پسر گیرش اومده بود، انگار که حالا دهن آسمون باز شده و خدا به این یه پسر داده فلان، و این پسر تا یه کم شروع کرد به صحبت کردن، این میآورد بابا بابا بگو، هی فوش یادش میداد، بعدم خودش میخندید. مردم که نگاه میکردن یکم عصبانی میشدن که این چه اولاغیه که به پسرش هی داره فوش یاد میده، و اینم که بدبخت نمیفهمه، مثل یه توتی یه چیزی رو میگه. در هر صورت این دکتره، اولا اگه دکتره که کلاهی که گذاشت سرش، این کلاهی که خانم ها وقت میخوان دوش بگیرن میخوان موهاشون خیس نشه و خیلی هم ارزونه تو هتل ها مجانی میذارن، این هست، از اون کلاهای مال دکتری اینها نیست. بعد صحبت کردن یه دکتر اینجوری نیست. بعدم آخرش میگه اگه بدنش درد نمیکنه و نمیدونم اسهال نداره و فلان اینها، نو هاسپیتال گو تو چرچ، نمیخواد بری بیمارستان برو کلیسا. نمیفهمم یعنی چی، ولی اب نداره. خب بذارید من اینو خط بزنم. دوستان شما هم کم کم دارید چک میکنید که اگر ما به خدا باور نداشتیم الان میشه بگیم این کرونا خدا هست؟ مگه همه اون به ما نگفتن کرونا خدا نه زن نه مرده؟ البته به آمریکایی‌ها میگن مرده، چون خودشون هم میگن که هیچ زنی انقدر نمیتونه کارهای خراب انجام بده، انقدر دروغ بگه، انقدر مزخرف بگه، بیاد یه چیزی رو درست کنه، یه روز بگه من از گل آفریدم، فردا بگه من روح دمیدم تو این، فردا بگه استخون دنده اینو درآوردم، بعد به طرف بگه تو خالق مش تبارک نمیدونم و تبارک الله خالقین و فلان اینا، اشرف خالقین هستی، بعد اشرف خالقینش یه جانور دوپایی به این صورت باشه، الان میتونیم بگیم این کرونا خداست؟ یه موجود نادیدنی که اقلا میشه با میکروسکوپ دیدش، نه زن نه مرد. راجع به نه زن و نه مرد شما باورتون میشه که یا 600 سال پیش یا 400 سال پیش وقتی که به اصطلاح ساینتیسا، اونایی که تو کار علوم هستن، میرن نگاه میکنن که چطور میشه که این درخته اینجا وایساده، خب این که با کسی با چیزی جفتگیری نمیکنه ولی میوه میگیره، اونا بعد یاد میگیرن که باد و این حشرات و اینها رو به اصطلاح چه بزرفشانی نه چی میگفتن، و میان اعلام میکنن که آقا بله درخت ها هم، درخت مرد داریم، درخت زن داریم، گل مرد داریم، گل زن داریم. باورتون میشه کلیساها به اینا اعتراض میکنن که شماها بی خود میگید این مزخرفات چیه؟ یعنی این دین و مذهب و کلیسا و اسلام و مسجد و هرچی که کلیسای مال کلیمیا، هر جا که ساینتیس ها یعنی عالمین درست حسابی نه اونها رفتن یه چیزی رو پیدا کردن، اینها اول چوب مخالفت برداشتن، اینا رو تا میخوردن حسابی زدن. میخواستم راجع به فیسبوک براتون بگم، یادم رفت دنباله اینم باز برای آقای فلاح فرستادم که اینجاست فیسبوک کامنت، نگاه کنید دوستان. من بعد از این که آخه به هم برخورده بود که چرا این آقا فکر میکنه که من نوشته ایشون رو دیدم ولی نخواستم بگم چه چیزی توی این نوشته به ضرر من بوده،
بعد دیدم نه و اینها، رفتم دیدید تو اینترنت هم شما وقتی میری دنبال انار ساوه بگردی، یه دفعه از خربوزه مشهد سر در میاری. نگاه کنید دوستان، اینجا من دیدم که ما یا اون کسی که برنامه رو میذاره میتونه انتخاب کنه، گزینه های مختلفی داره. ببینید اینجا نوشته که آقای شادانلو ویدیو شما رو من الان نشون میدم، امیدوارم یه قلم کاغذ هم دستتون باشه بنویسید، گرچه حسن این ویدیو ها اینه که میتونید بعدا نگاه کنید، برگردونید این اسامی رو که میگم، اسامی رو شما همه میشناسید، نگاه کنید و چک کنید. ببینید میتونید بر اساس ریل تایم، یعنی یه گزینش اینه که تا شما نوشتید، یعنی ما اینجا ببینیم که این عمل نمیکنه درست. یکی دیگهش most relevant، یکی دیگهش هست newest، یعنی اونی که جدیدتره بالا باشه. خب این ریل تایم و newest چه فرقی میکنن؟ اگه شما newest رو قبول داشته باشی همیشه این بالا هست، ریل تایمه. در صورت اینا هم بعض وقتا از دادن گزینه های زیاد به کارت به اینجا میرسه که شما الان میدونی تو آمریکا یا کشورهای اروپایی شما میخوای یه ماشین بخری، انقدر انتخابای زیاد داری که بعضی وقتا گیج میشی و آخرش هم میری بدترینش میخری. تلویزیون میخوای بخری همینجور، اون وقتا تو ایران آقا یا شابلرنس بود یا بلر بود، یا اینی میخریدی یا اونی میخریدی، یا فیلیپس بود یا نمیدونم کنمور بود. ولی الان اینجا باید بری مطالعه کنی. خودشون میگن you should educate yourself، یعنی بری دانش خودتو ببرید بالا. بذارید من این ویدیو رو به شما نشون بدم، چون این ویدیو توی فیسبوک هست، امیدوارم یقه ما رو یوتیوب نگیره، چون من به آقای شادانلو گفتم این ویدیو رو برای من ارسال کنید. ایشون ویدیویی که فرستادن مال یوتیوب بود، ویدیو یوتیوب ما اگه برنامه پخش کنیم بعد بایگانی خود ما رو قبول نمیکنه، بعدم وقتی اینا رو میخوام هی ریران کنیم یا باز پخش کنیم کل برنامه رو استاپ میزنه. کار خوبی هم میکنه، میگه آقا این ویدیو مال تلویزیون ایکسه، این ویدیو مال آقای شادانلوه، تو به چه حقی نشون میدی؟ البته ما براش نوشتیم که آقا بعضیا والا به ما هزینه پرداخت میکنن که نشون بدیم، بعد مگه ول میکنن تا بخوایم نامه نگاری کنیم شده یه ما. اجازه بدیم من این ویدیوی آقای شادانلو رو اینجا براتون میذارم. از ایشون میخوام که الان این پایین لینک فیسبوک یا لینک اصلی یوتیوبش رو اینجا بذارن، شماها برید تماشا کنید. من میخوام این روزا که الان صحبت اردشیر زاهدی هست و فحاشیایی که به این آقا میشه، که خود من از این آقا اصلا دل خوشی ندارم، چون یک آدم به اصطلاح بی پرنسیپی هست که هم از طرف باباش ارث فکری و فرهنگی نبرده، هم با شاه که کار کرده تو رژیم و دربار شاه چیزی یاد نگرفته، و یه آدم خوشگذرون که حالا زمان و مکان و اینها وصلش کرد به این دربار و بعد بیاد سفیر بشه و تو آمریکا تو همین واشنگتن چه کسافتکاری هایی کرد، چقدر خانم ببره برای شاه و فلان اینها بماند. ولی میبینم که بابا داره نظرش رو میگه درباره قاسمی، آمده درباره اون کسی که آمریکا کشتش تو ایران، سردار قاسمی درجهش من نمیدونم چیه، این میگه که کسی که برای ایران رفته جنگیده و فلان قابل احترام. حالا شما برو فرشا رو بخون، ولی بیام اینجا صحبت های آقای شادانلو رو یک کمیشو گوش میکنیم، بعد این ویدیو رو من توی برنامه های تلویزیون مردم از امروز تا دوشنبه یا حتی سه‌شنبه بارها پخش خواهم کرد، و ازشون هم میخوام که این ویدیو رو لینکش رو روی چیزم بذارن. گوش کنید دوستان. با سلام، از من خواسته شده در مورد ترورهای جمهوری اسلامی صحبت بکنم. این ترورها ترورهای دولتی هست که در حکومت ایران تصمیم گیری و نقشه اون طرح میشه و در خارج به وسیله سفارت‌های جمهوری اسلامی و افراد سپاه قدس به مرحله اجرا در میاد. ترورهای مختلفی انجام شده در امریکا، یک ترور در امریکا، در فرانسه، انگلیس، سوئیس، اتریش، آلمان، ایتالیا و آخرین آن در ترکیه بوده. تقریبا 18 ترور رو من اینجا اسم این هموطنان ایرانی که در این به دست جمهوری اسلامی ترور شده رو اینجا
برای شما میگم. اولین شهر بله، این ویدیو رو اگه میخواین دوستان همونجوری که گفتم لینکش رو ایشون میذاره، ویدیوش تو یوتیوب هم هست ویدیو کاملش، ولی اون تلویزیونی که با ایشون مصاحبه کرده و اینها اصلا من اونها رو قبول ندارم، چون اونها اصلا دنبال یک ایدئولوژی هستن که ایدئولوژی اونها هم از آخونده دست کمی نداره. ولی مهم صحبت های آقای جهانگیر شادانلو، از آقای جهانگیر شادانلو هم قبلا در برنامه های ما بودن و ویدیوهای ایشون در یوتیوب موجود هست، برید ببینید باشون در تماس باشید. ایشون اسامی رو که میگه خب من همه رو نمیشناسم، ولی چند تا از اینا رو میشناسم. یکی از اونا رو که میشناسم یعنی میدونم داستانش و اینها، شهریار شفیقه. آقای شادانلو، شهریار شفیق رو آقای حیدرعلی شهبازی که هم مأمور محافظ شاه بود، هم معلم کونگ فو رضا پهلوی بود، هم مأمور محافظ رضا پهلوی بود، اینجا با رضا پهلوی پولش رو خورد و اینها، و این آمده بود و کتابم نوشته و اینها، برای من ایشون گفت که شهریار شفیق خیلی هم آدم خوبی بوده، یعنی تصادفاً حالا شفیق که گویا اون شوهر عرب اشرف بوده، اینا ماشالله اینقدر شوهر کردن که باید بگی اون شوهر عربش، اون شوهر شماره دو، اون شوهری که اسمش عوض کرد از نمیدونم مینباشیان گذاشت پهل بود، یه چیزای اینجوری بمانند. اونا دیگه مال خودشونه به هر کی میخوان بدن، همینجوری که خانم فرع به احمد علی انصاری گفته بود مگر ایشون وسط اختیار وسط پاشو نداره. ببینید شهریار شفیع چون جوان بوده و توی نیرودریایی یا هر جا که بوده با اسرائیلیا رابطه برقرار میکنه و از سیاست‌های پشت پرده اسرائیل با آخوندا خبر نداشته، هی چیزایی میگفته، کارهایی میخواسته بکنه که اسرائیلیا میزنن ورش میدارن. این یک. حالا اویسی، آقا سرهنگ اویسی برادرش که کشته شد، اون تیمسار بود، برادرش اینجاست، یعنی حالا رفتن اون ور آب، اون موقع همین این ور خیابون بودن تو دفتر رضا پهلوی سالها. اینا خودشون اینجا گفتن که تیمسار اویسی از صدام پول گرفته بود که یک کاری رو انجام بده، حالا یا یه شهری رو نمیدونم خوزستان فلان بیسار، ببینید من از جزئیاتش خبر ندارم، ولی کل ماجرا رو اینجوریه که این آقا پولو که میگیره، حتی فرع پهلوی اینجا چند بار بهش میگه تیمسار اویسی چی شد اون کاری که قرار بود شما با صدام انجام بدید، پشت گوش میندازه تا صدام میاد، مامورای صدام ایشون رو توی فرانسه اگه اشتباه نکنم میندازن میرن. این پس شد شهریار شفیق، تیمسار اویسی. و اما فرزند رضا فاضلی، رضا فاضلی اینجا دلیور بود، بعد اومد اینجا مدت‌ها با این آقای مهران صدری، خیلی هم وضع مالی رضا فاضلی بد بود، چون این با شریکش توی انگلستان گویا پول چاپ کرده بودن، کارهای غیرقانونی کرده بودن، اینجا که اومده بود دیگه چیزی نداشت. حالا بعد رفت کالیفرنیا، اون شریکش آقای عباسی یا هر کی بود چجوری پول آورده بودن، اون تلویزیون آزادی و نمیدونم اینا رو من کاری ندارم. من تو قسمتی که اینجا هستم، رضا فاضلی با پسرش اشکال داشته، اصلا پسرش با این رفت آمد نداشته. بعد باز اینو اینجوری که اینجا میگن اونایی که دستن در کار بودن، گویا همون رسمی که بعضی از این دوستان ایرانی واقعا دیدم، کیه این برتنی سپیر، کیه از دختره که دوست پسرش هم ایرانیه، میگه که سالن ورزشیشو میگه با شمع آتیش گرفته، که خود تلویزیونای آمریکایی دیشب مسخره میکردن میگفتن آتیش زده که پول بیمه رو بگیره. میگن اینها میان اون چاپخونه یا نوار فروشی یا فروشگاهی که داشتن، میگن خب بریم، بعد که برمیگردیم میگه اوه چی شد آتیش گرفت، حالا یا بمب بوده یا هرچی. بدبخت پسرش میاد مثلا میخواد با پدرش آشتی کنه، میره اونجا، اینم اینجوری میشه. ولی شما گفتی من خودم آنجا بودم، من نفهمیدم منظورتون آنجا بودم. این رضا فاضلی گویا تو انگلستان بوده، اون آقای چیز شهرام شفیق محلش نمیدونم، ولی صدام گویا تو فرانسه بوده. اینو اگه یه مقدار بیشتر توضیح بدید خوشحال میشم، مثلا 10 دقیقه 15 دقیقه مهمون برنامه ما باشید، خیلی وقتم هست شما رو
ندیدیم، خوشحال میشیم اینو توضیح بدید. و من به شما پیشنهاد میکنم با آقای احمد علی مسعود انصاری هم یه تماس بگیرید، چون در 12 تا برنامه که ایشون با من داشتن توی تلویزیون رنگارنگ، ایشون کامل درباره این پولایی که از نمیدونم ملک حسن میگرفتن، اون پولایی که از شیخ عربا میگرفتن، اون صحبتایی که میشده، نشستایی که میشده. آقای شهبازی گفت من یه روزی به این رضا پهلوی گفتم بی خود نیست که میگن تو بچه فلان گوینده رادیو هستی، تو بچه بابات نیستی. حالا اینکه باباش چی بوده، چون میری از اینا پول میگیری بر علیه ایرانیا. ببینید اینا هر کی پول داده اینا رفتن دنبالش، و وقتی میخوان پول بگیرن هر چی اونا میگن میگن بله بله بله، آقا ما به تو پول میدیم. همین آقای بختیار خودمون 5 روز در زندگیش توی تقویم شما پیدا نمیکنی. اینا بهتون میگم بابک عربی یه برنامه خوبی درست کرد قبل از اینکه دوباره شاه اللهی بشه، توضیح داد که آقا این 5 روز کجاست. ما آقای تو فرانسه است دیگه، این دکتر منوچهر رزمارا، شما ازش سوال کن آقا این شما کوفتیا کدوم کشور عربی رفتین که هر کدومتون توی قصری بودین، کدوم کشور عربی بود که صبح که رفتید صبحونه خوردید برگشتید اومدید کیف های پول کش. آقا پول کش رو کیا اینجوری جابجا میکنن؟ قاچاقچیا، تروریستا. و الا اگه شما آدم باشی شما دکتر مملکت ایران بودی، شما اگه اشتباه نکنم زر فرانسوی داری توی مطب، که البته میگن این مطبش رو با اون پوله راه انداخته. اینا نمیان بگن آقای آموزگار مگه تو همون فرانسه نیستی؟ روس آموزگار شما از ایشون سوال که شماها 37 روز وزیر نخست وزیر بختیار بودی. اینا اگه صادق بودن، حالا چرا اگه صادق بودن وضع ما بهتر بود، حالا چرا شما میگی آها این سربی مأمور جمهوری اسلامی ها، آقای فلاح هم درست میگه رسانه ها، چرا سربی باید بیاد بگه آقا آخوندا اینا رو نکشتن؟ بله آقای طباطبایی رو اینجا همسایه ما داداشم شاهرخ طباطبایی انسان بسیار شریفی، اون داداش رو من نمیشناسم. پستچی یعنی یه آمریکایی بر نقش پستچی میره در خونهش در میزنه، وقتی در باز کنه شلیک میکنه که اون آقای رو ایرانه، یه آقای سیاپوست، یه گویا تو فیلمان بازیش میدن، یه کارگردان خیلی معروف، اینم نمیدونم کیارستمی کی بوده، اینو بازی داده، بعد بهش گفتن آقا این قاتل، بعد خلاصه از این ماسمالیای ایرانی. چرا میگم اینا اینجوری؟ نگاه کنید آقا، تا چند سال پیش وزیر اطلاعات یا دستگاه اطلاعاتی ایران میگفت که بله در مورد شهریار شفیق، بله در پاریس ترور شدن زمانی که از منزل مادرش خارج می شدن. اینو شما بری برمیگرده به اسرائیل و ماجرای اسلحه و وسیله دادن اسرائیل به آخونده و همزمان به عراق. دوستان اینا اگه یه طرف ماجرا دستشون پاک بود ما میگفتیم آقا این دستش پاک، دلش پاک، حرف اینو گوش میدیم. دو طرف دستاشون به خون مردم و جوانای ایران آغشته است، نگید آلوده، خون جوانا کثیف نیست که آلوده بشه، ولی دستای اینا به خون آغشته است. به همین دلیل حرفاشونو بله. آقای شادانلو برای من نوشت که من حقیقت رو میگم، برای ایشون نوشتم سالها پیش در این تلویزیون یه دوستی داشتیم که تفاوت حقیقت و واقعیت رو برای من گفت و من خیلی یاد گرفتم. خیلی هم ساده است، الان برای شما تعریف میکنم. آقا سر یه چهارراهی شما وایسادی، دو تا ماشین میزنن به هم، شما حالا رو تلفنی تا بگیم آقا اینجا تصادف شد میخوام قطع کنم، یه پسرم اونجا وایساده، اون میبینه که تو قرمز این ماشین اومده، شما میبینید که تو سبز رفت، بر هر اثری، بر هر دلیل، به هر دلیل. وقتی شما دوتا رو میبرن شاهد دادگاه، شما بدونی که بخوای، چون آدم خوبی هستی، شهروند خوبی هستی، وظیفت اینه که شهادت بدی، حقیقت رو میخوای بگی، ولی حقیقت برداشت شما و نگاه شما از واقعیته. واقعیت چیزی که اتفاق افتاده هیچ کم نمیتونه عوضش کنه، ولی حقیقت هر کدوم از ما از زاویه‌ای که نگاه میکنیم فرق میکنه.
حقیقتی که سوربی میگه با حقیقتی که آقای ایکس میگه فرق میکنه. اینه که هنوز نتونستن تو دادگاه یه کاری بکنن که آقا شما که میری یه قرصی بخوری حقیقت رو بگی. تازه وقتی هم حقیقت رو میگی میگن آقا این حقیقت رو داری میگه، این میگه این تو سبز اومده، این مقصر نیست. اون یکی هم قرص میدن میبینن اونم حقیقت میگه، میگه این قرمز اومده، این مقصر فلان، این هم مشکل میشه. ولی چرا من میگم اینا؟ سالها پیش وزارت اطلاعات ایران افتخار کرد که از سه نفر که با هم هستن دو تاشون فکر میکنن اون یکی به اصطلاح مأمور ما هست. همین چیزی که الان ببینید چجوری بذرش رو پاشیدن که آقایی که سوپرمارکت داره، آقای فلا میگه آقا رسانه ها که اصلا همهشون مزدورن، آقا من میخوام مزدور باشم، یکیتون بیان این پولو از یه جایی بگیرید بدید به من، سهم خودتونم بردارید، بعدم به من بگید چه کاری باید انجام بدم. تا امروز کس پیدا نشده. همونجوری که به شاه اللهیا گفتم برید از این مدرسه لاروز چیچیه توی سوئیس گواهی دیپلم یا پایان تحصیل آقای رضا محمد رضا پهلوی رو بیارید، یه نفر پیدا نشد. شرطم بسیم $1,000 به $10,000. اگر آوردن ما $10,000 بهشون میدیم، اگر نیاوردن $1,000. اون شهلا خانم بود رفت، خانم نیر بود، حالا واشون چیز به اصطلاح دنبال شرط رو نمیگیرم، اینا $1,000 رو باختن ولی هنوز پرداخت نکردن. حالا وزارت اطلاعات ایران افتخار میکنه که اگر آقای سوربی و آقای شادانلو و آقای فلاح نشستن، سوربی و شادانلو فکر میکنن فلاح جاسوسه، فلاح و سوربی فکر میکنن شادانلو جاسوسه، این یعنی هممون فکر میکنیم همدیگه جاسوس، بدونی که یه پنی از آخوندها گرفته باشیم. یعنی ما هممون شدیم نوکر مجانی. حالا بیایم رو ترور. این کلمه ترور یعنی چی؟ این نمیدونم دادگاه چی بگید، قاسملو اون میکنوس، این هر وقت یادم میره میگم اسم شهر توی یونان که خیلی هم قشنگه چیه، میکنوس، اون کافه، کافه میکنوس یا کافه یونانیه دیگه، یا اسمش یونانی. اینا نشستن، اون آمدن ترور کردن و فلان بسار، اینا رفتن. چرا ترور میکنن؟ ترور میکنن آقای دستمالچی رو مثلا میخوان بکشن که آقای شادانلو بگه آقا حالا آقای دستمالچی رفت، این بچهش بزرگ بود ولی من بچه‌م کوچیکه، نه من نمیرم. ترور ایجاد کنن، مردم رو بترسونن. من و شما آقای شادانلو داریم آخوندها رو بزرگتر از اون چیزی که هستن به مردم تحویل میدیم و ترور رو بزرگتر میکنیم که دیگه هیچ کس جرأت نکنه کاری انجام بده. من از این ناراحت میشم، به خاطر این میام صحبت میکنم که میگم آقا اگه آقای شفیق و خود دوستان اسرائیلی سرش کردن زیر آب که گفتن آقا تو جوونی بچه هستی خبر نداری، ما به تو یه پولی میدیم بری دنبال کارت، ولی نیا به ما بگو آخوندها رو از بین ببر. آخوندها دارن اسلحه 8 برابر میخرن، از اون برم دارن دشمن ما عراق میزنن، عراق احمق هم داره پول میده این میزنه دیگه، چی میگن دوتا میزنن به هم، از هر طرف که کشته شود به نفع مسلمان هست. چی بود این ضرب المثل؟ خب اینه تیمسار اویسی یا طمع بوده یا فکر کرده میتونه کاری بکنه، رفته پولی رو گرفته به عهدش وفا نکرده، طرف اومده آقا شما اینجا برو، بعد یه مدتی که قمار میکنی میری تو جمعی که بهت میگن شما لازم نیست پول بذاری، چون خودشون غیر قانونی میکنن لازم نیست تیکت هم بخری، میگی تو روی این اسبه چند میذاری؟ میگی $1,000. طرف یک کتابی داره بهش میگن بوکر اگه اشتباه نکنم، تو کتابش مینیسه سوربی $1,000 روی این اسب 52 مثلا شرط بندی کرد. آقا جمعه که مسابقه میشه، شنبه که مسابقه میشه، بنده اگر $1,000 رو ندم، این آقا که مینویسه با چوب و چماق میاد دم خونه جلو زن و بچه‌م پامو میشکنه، جلو همسایه هم پامو میشکنه که اونا هم بدونن اگر میخوای قمار کنی اول پولتو بذار. تیمسار اویسی رو میکشن که دیگه برادری سرهنگ اویسی حواس نکنه بره پول بگیره، بگه ما میخوایم بریم تو کیش که آقای رضا پهلوی اونجا کاخ داره، به اصطلاح اینجوری کنیم، یا حسن علی بره توی خوزستان بگه آقا شما بیا حمله کن، بعدش کلیدو بده دست ما، خوزستان برای شما. اینا ترور، ترور این نیست که اونو بکشن، اون که میدونیم کشته میشه میره تموم میشه دیگه نمیتونه فعال کنه.
ترور میکنن که اطرافیانش، فامیلاش، دوستانش بترسن، وحشت کنن. تلویزیون کلمه که میاد سال 2020 شما و دیگران رو دعوت میکنه که بیاین درباره ترور صحبت کنین، خود این تلویزیون داره ترور آخوندها رو به اصطلاح، اگر نیسمان میگفتن چی میگفتن، اینجور پروژکتور بزرگش میکنه که سوربی هم اگه بگه آقا من که دیگه حالا عمرم 64 سالمه پشم برم آقا بزنم این چه وضعیه، دادخواهی کنم فلانا، بگم نه آقا نرم. حالا ببینید من اینو دارم میگم، اون وقت مخصوصا موقعی که ما واقعیت رو ندونیم، حقیقت رو نمیگم، ما واقعیت رو ندونیم، بریم دنبال واقعیت و یاد بگیریم تفاوت واقعیت و حقیقت. ممنون و متشکرم. میگن در مورد ترورها اگر مایل بودید در خدمت باشم و چند دقیقه توضیح بدم، حتما، ولی امروز نه، چون ساعت 3:30 با آقای امیر حسین لادن هستیم، یعنی 6 دقیقه دیگه ساعت 5 بعدش میریم سراغ آقای حسن ارشاد، ساعت 5 بعد از ظهر با آقای بهرام آبتین هستیم و یه روز دیگه با شما. بذار آقای شادان رو بذار یه چیزی بهت بگم. از اون روزی که من شما رو آمدم و به اصطلاح شخصا ملاقات کردم، تا قبلش با اسکایپ و اینها بود، وقتی که این به اصطلاح شما موقع درگیر اون رستوران بودی و اینها، این جوانمردی و لوتیگری و اینها رو دیدم، نگذاشتی من حتی پول نهار رو بدم و اینها. من فکر کردم خب یه بار دیگه که میام دیگه این رستوران هم باز شده، یه گلی برش، ما یه گلی به شما بدهکاری، حالا بابت اون گل یه برنامه به شما میدیم که شما بیای اینجا و صحبت کنی و دیگران هم بیان شرکت کنن، اگه اونها هم بودن الان که سالها ازش گذشته بیان بگن آقا اینجا شما میگید ترور تو آمریکا یکی، نه، آقای رافی خاچاتوریان هم یکیش بود که اون هم ادعا میکرد که چشمش رو که کور کردن به اصطلاح توی تظاهراتی بوده و اینها. خیلی ها هستن میگن آقا داشتن تظاهرات میکردن، این رافی خاچاتوریان رفته یه چیزی گفته که اونا عصبانی شدن اومدن زدن. خیلی ها هستن میگن رافی خاچاتوریان وضعیت خوبی نداشته، بدهکار بوده و همون که بهتون گفتم به طلبکاراش اومدن زدنش. من نمیدونم و همین خاطر نمیگم کدومش درسته. آقای دکتر ناصر انقطاع یه دفعه با آب و تاب آمد نوشت که آقا من داشتم میرفتم ماموران جمهوری اسلامی آمدن ماشین من. آقا یه نفر اگه برنامه رو داره سعید اینا گوش میکنن، پریروز یه نفر به خاطر یه دلار توی آمریکا کشته شده، دو تا برادر، یکیش 15 ساله یکیش 16 ساله، میان سوربی داره اینجا رد میشه، بهش میگن یه دلار بده. حالا یا سوربی میگه ندارم یا میگه یه دلار برای چی بهتون بدم، کشته میشه. آقا تو آمریکا برای یه دلار میکشن. خانم دکتر رفت تو پول بگیره 20 دلار 40 دلار میگیرن برن خرید کنن، اومدن پشت سرش کشتن، جنازش انداختن رفتن. این آمریکا غرب وحشی، وحشی که میگن اینجاست. حالا شما برو ببین رافی خاچاتوریان حقیقتش چی بوده، برو ببین ناصر انقطاع حقیقتش چی بوده. آقا توی محله شما میری و میای با در ماشینت شیشاش بیاری بالا، در ماشینم قفل کنی تون بری، ببخشید اگه زدی به یکی هم افتاد وای نسو برو، چون اگه بزن این روزا یه مدت اینجوری بود، میمدن میزدن عقب ماشینت، شما وای میسادی میمدی پایین بگی چی شده، میرختن ماشینتو برمیداشتن میبردن خودتن پرت کردن بیرون. یعنی اونا سه نفر بودن با یه ماشین دزدی با تگ دزدی میزدن عقب ماشین شما میمدی پایین آقا این چیه، یکیش میزد تخت سینت، دوتای دیگه سوار ماشینت میشدن میرفتن. اینا هست، من میگم بیاین بگید اصلا چرا، بیاین بگید اصلا میخوام یه گروهی درست کنیم بریم آخونده ها رو ترور کنیم بکشیم چی کنید فردگیری کنید، ولی اینجوری بگیم این ترس بی خود یادداشت کردم بله، این ترس بی خود را انداختنه و اینا رو بزرگ کردنه. و اون وزیر اطلاعاتی میاد میگه اون وزیر اطلاعاتی میاد میگه امروز از سه نفر ایرانی که دوره هم میشن هر سه شون شک میکنن که اینا مامور ما هستن، به ریش ما میخندن. من ممنونم، باز همین نوشته شما نشونه و علامت جوانمردی و بزرگمنشی شماست، من ممنونم متشکرم. دوستان بعد از برنامه خودمون این ویدیوی آقای شادانلو
برنامه آقای ارشاد، برنامه آقای آبتین، برنامه کانون آوا، اینا به ترتیب دور میزنن، یعنی همین جوری که الان در مورد صحبت کردیم تا روز سه‌شنبه. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. آیا کرونا همان خداست؟ ماجرای برنامه کانون و آقای فلاح رو گفتم و رسانه ها مأمور و مزدور هستن. نه خیر آقا، ما خیلی وقتا وقتی میریم چهار نفر اگه یه جا هستن رسانه نشستن، مردم اون موقع میگن فروشگاه های ایرانی جاسوس هستن، میگن فروشگاه های ایرانی مشخصات شما رو دارن، آدرستون دارن، اون موقع چک بوده الان چیز دارن، حتی طرز برخوردتون رو تو صحبت ها میدونن. طرف میگه آقا تو میخوای بری نون بخری، تو میخوای بری پنیر بخری، این آقا با شما چه کار داره که از شما میپرسه؟ ببینید اینجوری عزیز من، اگه خواستی آقای فلا شما مهمون من باشید. و اما آقای چمنارا و دسیسه ویدیو ایشون از یوتیوب، ایشون یه ویدیوی فرستاده بود نشته بود یوتیوب، گفتم آقا یوتیوب نوشته شما به ما نگفتید که این برای بچه ها هم هست یا نه، به همین خاطر ما ورش داشتیم. دوستان اینجا رایج شده بود چند مدت، هر کسی که به اصطلاح تلویزیونش بسته میشد به دلیل اینکه پول اینترنت نداده بود، پول ماهواره نداده بود، میومد میگفت جمهوری اسلامی ما رو زدن. حالا دوستان پول بدید، یکی نبود بگه خب قرم ساق اگه اون موقع زده، حالا ما پول بدیم به تو، چون پول ما هست آخوندا نمیان بزنن، خب بازم آخوندا میان میزنن. من دارم اینو میگم و ببخشید اگه من اینجوری خیلی خودمونی، خیلی بدون اینکه آلمونیوم بپیچم دور برنامه با شما هستم. دوستان عزیز بریم سراغ آقای امیر حسین لادن اندیشکده، بله با ایشون باشیم. و من اینجا هم آهان، هفته پیش وقتی که با آقای لادن بودم اشتباهی شماره تلفن واتساپ رو به جای 201 نوشته بودم 011، از دوستی که در اندیشکده هم به من گفتن که اشتباه کردن ممنونم، متشکرم، ازشون تشکر میکنم که یه پوستر قشنگ درست کردن، همه اطلاعات اون هست و از امروز دیگه من در برنامه ها وقتی با آقای لادن هستم اون رو برای شما پخش میکنیم. و من گفته شده که این شماره واتساپ برای تماس از ایران هست، یعنی رایگان شما از ایران میتونید با این دوستان تماس بگیرید. خب یه خبر بهتر براتون دارم که آقای لادن اینجا هستن با ما، از این بابت بسیار خوشحالم و میریم تا صحبتی داشته باشیم درباره آخرین مقاله ایشون. اول ازشون میخوام به یه مقداری خودشون درباره مقاله صحبت کنم و سوالاتی که در این رابطه نوشتن از شما میپرسم. اگر شما هم سوالی دارید میتونید بنویسید، من از شما میپرسم. همیشه هم گفتم دوستان احترام مهمونی ما اینجاست که اونا حق دارن سوال جواب بدن یا بگن من نمیخوام به این سوال. یه چیزی هم که من از آقای لادن گرفتم این بوده که خیلی وقتا اصلا میگن من داخل این بحثا و کار بسیار شایسته و خوبیه که از ایشون یاد گرفتن. خلاصه ایشون چیزهای یاد گرفتنی کم نداشته، اگر هم اشکالی بوده تنبلی از ما بود. آقای لادن خوش آمدید، این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم، بفرمایید با شما هستیم. سپاسگزارم. پیش از آغاز صدای شما مرتب قطع و وصل بود، من قدر نمیشنم شما توی اسکایپ این اشکال هست یا توی برنامه؟ میخواییم قطع وز بله لطف کنید دوباره من شما در مورد زنگ بزنید من با حتما بله تو برنامه قبلی هم این اشکال رو ما داشتیم و وقتی قطع وز به اصطلاح قطع کردیم دوباره زنگ زدیم اشکال برطرف شد. دلیلش هم اینه که این روزها تعداد خیلی زیادی دارن از اینترنت استفاده میکنن و بله آقای اکبری هم میگه که صدا دوباره خراب شد، پس همون تا با اسکایپ وصل شدم این اشکال پیش اومد. این تقصیر شاید اسکایپ باشه. بذارید ببینم حالا
آقای لادن با من تماس بگیرن لطفاً. منتظر ایشون خواهیم بود و امیدوارم که این رفت بشه. اندیشکده آگاهی و شناخت. آقای لادن الان صدا چطور است؟ الان خیلی خوبه، سپاسگزارم. خب امیدوارم همینجوری باقی بمونه. دوستان عزیز، با آقای امیر حسین لادن هستیم. امروز هم اول ماه می سال 2020 و ایشون مقاله ای در نشریه گویا دارن که من اونو به شما نشون میدم و لینکش رو میذارم روی فیسبوک. طوفان کامل در شرف شکلگیری است و بار دیگر در خطر جنگ قرار داریم. بفرمایید آقای لادن تا ما چند تا سوال از شما بپرسیم. دوستان هم اگه سوالی داشته باشن میتونن بنویسن یا مستقیما با خود آقای لادن تماس بگیرن با صفحه اطلاعاتی که میذارم و بپرسن از ایشون. بفرمایید آقای لادن. سپاسگزارم. درود بر شما، بر بینندگان تلویزیون مردم، بر همیهنانمون. خوشحالم که در کنار شما هستم و میتونیم گفتگویی داشته باشیم. آقای لادن، من این مقاله رو خوندم. سوال اول به نظر من این باید باشه که منظور شما از عنوان نوشته این هفته چی بوده؟ که آیا طوفان کامل در شرف شکل گیری هست؟ یا اینو یه مقداری باز کنید، توضیح بدید تا ما بیشتر پی ببریم بهش. حتما. اصطلاح طوفان کامل رو زمانی به کار میگیرن که همه عوامل مربوط دست به دست هم میدن و باعث بروز یک حادثه بزرگ و ناگوار میشن. برای مثال طوفان کامل در دریا در صورتی رخ میده که درجه حرارت، سرعت باد و ارتفاع موج همه در یک زمان در حد بسیار بالایی قرار میگیرن و همه چیز رو در مسیر خودشون نابود میکنن. من خواستم اول خاطر جمع بشم که معنی طوفان کامل رو هممون میدونیم یا اون برداشتی که من ازش دارم. و اما عواملی در کنار هم قرار گرفتن که میتونن کشورمون رو در معرض جنگ قرار بدن و یک کمی از همیشه جدی تره. رژیم فقاهتی رسیده به یک بنبست بی سابقه ای و این بنبست سه تا عامل داره. اول، روش حکومت و سیاست خارجی رژیمه که بخش نخستش اینه که ارجعیت های فرقه ای این حکومت ارجعیت های غیر ایرانیه و ناهمگونه، مغایره با منافع مردم و کشور. طی 14 دهه گذشته سیاست و برنامه یه بودی رژیم در منطقه فقط برای یه چیز بوده: گسترش دید و نفوذ روحانیون حاکم. یعنی سیاست و برنامهش برای منافع کشور نبوده، بلکه برای و حتی برای منافع جمعی ایران هم نبوده، فقط در چارچوب اون دید محدود خودش. این ارجعیت ها، یعنی ارجعیت های غیر ایرانی، همراه با فساد گسترده، بیکفایتی مزمن در مدیریت، بی برنامگی، همراه با شعارهای خصمانه و این رجزخونی های توهین‌آمیز، نتیجهش جز دشمن تراشی هیچی نبود. و چون که تمرکز نوک تیز نیزه رژیم روی اسرائیل بوده، رژیم رو برده زیر ذره‌بین و آروم رو ایران رو آروم آروم منزوی کرده. دوم، تجربه کمرشکن تحریم‌های آمریکاست که از سوی محافظه‌کاران آمریکا با مشورت و تبانی تندروهای حزب ریکود اسرائیل و
برنامه ریزی شده و دقیق دنبال میشه. این تحریم ها توانایی مالی رژیم رو بسیار محدود کرده و آسیب پذیر. رکود اقتصادی، بحران نظام بانکی، تورم و بیکاری گسترده چند نمونه از این چالش هاست. صندوق بین المللی پول درست پیش از مسئله کرونا میگفتش که ایران تورمش 35% و نرخ بیکاریش 17%. گفتیم سه عامل. عامل سوم کرونا و نتایج تخریبیش که تقریبا اون زبان زدی که میگن پر کاهی که کمر شتر رو شکست، مثل اون میمونه برای رژیم تقاعدی. عواقب این کرونا چی بوده؟ بسته شدن شهرها، محدودیت رفت و آمد، ممنوعیت مسافرت، تعطیل کارخانه ها و صنایع، که این بسته شدن و محدود شدن و تعطیلی ها مصرف انرژی رو به شدت کاهش داده و نرخ نفت سقوط فاحش داشته. خب چرا این مهمه؟ برای اینکه تقریبا تنها منبع درآمدیه که رژیم قواعدی داره یا ایران داره. اینجا میخوام برآورد آژانس بین المللی انرژی رو براتون بخونم. این جمله رو میگه که افت شدید تقاضا در بازار انرژی همراه با تولید بیش از حد عربستان و روسیه قیمت نفت را به پایین ترین میزان در 18 سال گذشته رساند. اوضاع نفت تهدیدی برای تولید کنندگان مانند ایران و فرصتی برای کشورهای مصرف کننده مانند چین می باشد. سپاسگزارم. بسیار ممنونم از شما. توضیح طوفان کامل، واقعا کامل بود و به اصطلاح جای پرسشی دیگه باقی نمیمونه. حالا در رابطه شما تا اینجا طوفان کامل برای ما ترسیم کردید، ولی رابطه این به اصطلاح بنبست قرار داشتن در بنبست قرار داشتن رژیم آخوندا با جنگ رو چگونه میبینید یا چگونه میشه به هم ارتباط داد؟ حتما. در درجه نخست میدونیم که طرف دیگه این جنگ آمریکاست. رابطه بنبست و جنگ در موقعیتیه که این دو طرف، یعنی رژیم فقاهتی و دولت ترامپ قرار دارن. ببینید این حرفای بی سر و ته و چرندگویی‌های ترامپ او رو مورد تمسخر 55% از مردم آمریکا قرار داده بود تا هفته پیش که پیشنهاد کرد برای مبارزه با ویروس کرونا میتونین از مواد ضد عفونی که برای تمیز کردن آشپزخونه و دستشویی به کار میبرین، اینجا یکی از اونها هست، لایسال، به بدنتون تزریق کن. خب ببینین چنین پیشنهاد احمقانه، خطرناک و کشنده‌ای ترامپ رو تبدیل کرده به سمبل حماقت. چنانچه این کمدانی و ناآگاهی ترامپ شانس دوباره انتخاب شدن ریاست جمهوری رو از بین نبرده باشه، به صفر نرسونده باشه، به شدت کاهش داده. برای نخستین بار جمهوری خواهان در کنگره، هم مجلس و هم سنا، از ترامپ فاصله گرفتن. نه به خاطر نادانی و چرندیات ترامپ، بلکه احساس میکنن که موقعیت شغلی خودشون در انتخابات بعدی در خطره. پس میبینیم که هم رژیم فقاهتی هم دولت ترامپ به شدت درموندن و برای رهایی نیاز به معجزه دارن. رژیم ملاها برای ادامه حیات حکومتش، دولت ترامپ برای دوباره انتخاب شدنش. یه چیزی رو که نمیشه دست کم گرفت، برای ترامپ هیچ موضوعی مهمتر و حیاتی تر
از دوباره انتخاب شدن وجود نداره. برای رژیم ملاها در چنین اوضاعی جنگ یک گزینه نجات بخش. سپاسگزارم. خیلی ممنون. شما از گزینه صحبت میکنید در رابطه با رژیم و جنگ. آیا منظور شما اینه که جنگ یه انتخابه یا؟ ببینید، برای رژیمی که در این بن‌بسته، بله یه انتخابه. با کمال تأسف این گزینه یا انتخاب ارمغانش برای ملت ایران ویرونی و مرگ و ناامنیه. گزینه‌ای که خاورمیانه رو به آتش میکشه، ملت‌های منطقه رو سالها دچار ناامنی و فقر و آوارگی میکنه. و این جنگ تفاوتش با جنگ‌های دیگه که در خاورمیانه شده اینه که میتونه 10 میلیون آواره و مهاجر رو رهسپار کشورهای همسایه و کشورهای غربی بکنه. اسرائیل نقش هیزمکش این جنگ و آتش افروزی رو داره. برنامه اسرائیل پیش از 2 دهه هست که در دستور کار حزب لیکود اسرائیل و جنگ طلبای آمریکا بوده. جیمز بنفورد که یک متخصص مسائل تسلیحاتیه میگه که طرح و برنامه این سیاست در انستیتو اورشلیم برای مطالعات استراتژیک که یک مؤسسه محافظه‌کار و تندروی اسرائیلی است برنامه ریزی شده. هدف این برنامه 2 تا هدف گذاشته: آزاد گذاشتن دست اسرائیل در تعیین سرنوشت مناطق اشغالی فلسطین، و دوم پیاده کردن طرح اسرائیل بزرگ، یعنی گسترش سرزمین اسرائیل. این آخر گیوم است. می‌بینیم که طی 10 سال گذشته اسرائیل آرام آرام شمشیر رو از رو بسته. یعنی در زمانی که همیشه کاراش پشت پرده بود، الان بعضی از کاراش آشکاره و مرتب داره مواضع جمهوری اسلامی رو در سوریه بمبارون و موشک بارون میکنه. برای مثال طی 10 روز گذشته 3 حمله نظامی کرده به پایگاه‌های وابسته به ایران در سوریه. رادیو بین المللی فرانسه میگه نفتالی بنت، این در گیوم است، وزیر دفاع اسرائیل، در گفتگوی رادیویی خطاب به رهبران جمهوری اسلامی هشدار میده: خوب گوشهایتان را باز کنید. ما از سیاست محدود کردن ایران در سوریه به سیاست بیرون راندن ایران از سوریه عبور کردیم. این آخر گیوم است. خب همطور که میدونین ترامپ به نیرو دریایی، داریم برمیگردیم به این که چرا حالت جنگ وجود داره، ترامپ به نیرو دریایی آمریکا دستور میده که هر قایق تندروی ایرانی که مزاحمتی برای ناوگان آمریکا فراهم میکنه بزنین غرقش کنین. در پاسخ به این دستور ترامپ، ستاد نیروهای مسلح ایران بر اساس گزارش روزنامه دنیای اقتصاد میگه، این توی گیوم است، که به آمریکا و متحدانش هشدار میده: هنگام عبور از آبهای انحصاری اقتصادی جمهوری اسلامی در دریای عمان و خلیج فارس و فضای هوایی این مناطق تحت مدیریت هوایی کشور و منطقه شناسایی پدافند هوایی به قوانین و مقررات بین المللی احترام بگذارند، از ایجاد هر گونه تشنج و درگیری خودداری کنند. میبینیم که درجه حرارت جنگ داره مرتب میره بالا. معجزه‌ای که ملت ایران نیاز داره با معجزه‌ای که رژیم فقاهتی دنبالش 180 درجه با هم فرق دارن. ملت ایران زیر زور و ستم و آقا بالا سری و قیمومت رژیم پشتش خم شده.
مردمی که بیکاری، گرونی، تورم، فاصله دارا و ندار کمرشون رو تا حد شکستن آسیب پذیر کرده. ملت درمانده و ستم دیده ایران نیاز به استشمام نسیم آزادی و عدالت داره، نیاز داره که بتونه قدی علم کنه، در آسایش و امنیت زندگی کنه، کار کنه، درس بخونه و از زندگی انسونی برخوردار باشه. آیا این انتظار نادرست یا غیرعادی است؟ سپاسگزارم. بسیار ممنونم دوستمون آقای سم از کالیفرنیا. میگن که آقای لادن، نفت ایران خریداری نداشت، آمریکا تحریم کرده بود و نفت ایران درآمد چندانی نداشت. خود آمریکا به خریداران نفت ایران نفت میداد. منم میخوام اینو اضافه کنم که اون چیزی که شما گفتید تولید عربستان و اینها بالا رفت و حتی یه مشکلی هم با روسیه داشتن، انقدر آشور بود که ترامپ رفت میانجیگری کرد و گفت که، یعنی کسی که مصرف کننده نفته، رفت گفت که نفت رو یک کم کم کنید و به ما گرونتر بدید. ضمناً من امروز برای شما نوشتم که بعد از خوندن این مقاله یک به اصطلاح تئوری دسیسه یا یک گمانزد دیگه هم هست که چطوره که فکر کنیم همه این ماجراها و در شیپور جنگ دمیدن توسط آخوندها، توسط اسرائیل، توسط آمریکا همش یه بازی باشه که آمریکا بخواد عربا پول اسلحه بدن، حکومت بخواد مردم صداشون در نیاد و اسرائیل هم که این وسط از دو طرف داره سود میبره. اون رو هم اگه لطف کنید جواب بدید. اول درباره نظر آقای سم، بعدم آقای اکبری صحبت کردن و از آقای نیساری هم تشکر میکنم که از وجود شما اینجا خوشحال هستن. بفرمایید. سپاسگزارم دوستان. ببینیم در مورد نفت ایران که خریداری نداره، در زمینی که این گفته درسته، فراموش نکنید که ایران مدت هاست داره نفت و خیلی کمتر ولی داره میپروشه. خریدارهایی داره مثل چین، مثل هند و چند جای دیگه که در مقابل بعضی هاش جنس میگیره یا چیزای دیگه، و بنابراین یه مقداری هنوز این فروش بوده و این درآمد بوده، خیلی کمتر ولی بوده. ولی حالا اون به خاطر سقوط قیمت نفت که رسید به 16 دلار دیگه چیزی وجود نداره. این یه مسئله است. مسئله دوم، اشاره کردین به عربستان و روسیه. داستان عربستان و روسیه درست پیش از مسئله کرونا بود و ماجرا این بود که دنبال کنترل بودن. عربستان و روسیه داشتن با هم گفتگو میکردن در این مورد، به نتیجه نرسید. هر دوشون برای کوبیدن اون یکی شروع کردن اضافه تولید کردن و این بازار رو اشباع کرد. طوری شده که میدونین که غیر از اون منبعهایی که وجود داره و اینا پر میکنن، الان منبعهایی دارن که مثل یه دونه تانکره ولی تانکر نیست، فقط یه استوریجه. اینو پر میکنن میفرسنش یه جا وسط دریا، اونجا نگرش میدارن. همه اونا پره، انقدر پر شده که اگه خاطرتون باشه در حدود 3 هفته پیش تو آمریکا میگفتن که قیمت نفت منفی شده. نه اینکه حالا قیمتش منفیه، نه، ولی نمیتونستن پیاده کنن. وقتی یه دونه تانکر میرسید به ساحل، جایی نبود که اینو خالی کنه و این مجبور بود بشینه و روزانه باید پول بده برای نشستن اونجا. برای این بود که مفتن قیمت منفی شده، یعنی مرتب داره ازش کاهش پیدا میکنه. و اما میرسیم به گفته شما در مورد تئوری توته. باید در مورد همه مسائل این امکان رو گذاشت که ممکنه یک بازی پشت پرده هم وجود داشته باشه. من شخصا به تئوری توته باور ندارم، چون من دنبال حقایق و واقعیت ها میگردم. نمیگم تئوری توته
نمیتونه حقیقت و واقعیت باشه. ولی اونی که من نتونم ببینم و لمس کنم و این برون برش کنم، اون یه چیز نادیده است و خیلی مشکل باش کار کردن. میدونیم که در مورد همه چی این تئوری توطئه وجود داره، یعنی این امکان وجود داره که یک چیزهایی پشت پرده باشه، ولی در چارچوب چیزهایی که ما میدونیم و ازش آگاهی داریم، مسئله در این چارچوبیه که میشه دید. سپاسگزارم. خیلی ممنون آقای اکبری که همشهری خوب من هستن. ایشون نوشتن ولی مطمئنن در این جنگ همه شرکت نمی کنن، مثل جنگ ایران و عراق فقط هواداران رژیم شرکت می کنن. البته من پیشنهاد می کنم خیلی مطمئن نباشید، چون وقتی پای کشور پیش میاد، حتی اونایی هم که با آخوندها مخالف هستن، اون حس وطن پرستی و دفاع از مملکت اونها رو، و همینه که من دنبال اینم که این توطئه خود آخوندها باشه که هی با گفتن این که اگر اینجوری باشه ما جنگ بشه اینجور اینجور، مردم میخوان ساکت کنن. ولی من نوشته ایشون رو میخونم، شما نظرتون رو بگید. ولی مطمئنن در این جنگ همه شرکت نمی کنن، مثل جنگ ایران و عراق فقط هواداران رژیم شرکت می کنن. خب ببینیم، این یکی از مسائلیه که منطقی و مرتب مطرح میشه و دو طرف داره، شاید هم حتی سه طرف. یه ده کسانی هستن که میگن که اگر به ایران حمله بشه باید بذارین بزنن نابود کنن فلان. یه ده میگن نه، کشورمونه باید ازش دفاع کنیم. و اونایی که میگن این نه این ورن نه اون ور، برای اینکه با یه دونه موزر روبرو هستن، با یه دونه مشکل روبرو هستن. از یه طرف میدونیم که این رژیم آدم خور و ضد ایرانی و اصلا دنبال منافع مردم و ایران نیست و ارجعیتاش غیر ایرانیه. از طرف دیگه میبینیم که میهنمونه و مورد هجوم قرار میگیره و میتونه ساخته های ایران رو نابود کنه، همینطوری که دیدیم که چه بلایی سر عراق و لیبی و یمن اومده. اینه که آدمون وسط میمونه که باید چی کار بکنه، از به کدوم راه بره. ولی مسلمن اگر رژیم با این مسئله در یک چالش بیفته و سرنگون بشه، یا واقعا سر عقل بیاد و بخواد تغییر روش بده، اون میتونه برای مردم مفید باشه. چون ما که خارج نشستیم واقعا حق نداریم نسخه بپیچیم، حق نداریم به کسی بگیم بجنگ یا نجنگ، بزن یا نزن. ولی چون میهنمونه، مردممون، به مردممون و به کشورمون علاقمند هستیم، نمیخوایم دچار نابودی و شکست و آتش بشه. بسیار ممنونم. شما صحبت از ترامپ کردید و یک نور امیدی هم بود که گفتید الان بیشتر و بیشتر حتی اونایی که بیسش هستن، به قول معروف طرفدارانش هستن، دارن ازش ناامید میشن. و به همین خاطر هم هست که میبینیم ترامپ داره دست و پا میزنه. یه روز میگه که رئیس جمهور چین آدم بسیار خوبیه، خیلی شفافه. یه روز میگه چین این یه روز میگه چین این ویروس رو درست کرده. و وقتی ازش میپرسن خب اگه چین درست کرده پس رئیس جمهورش هم مسئوله، نمیدونه چی بگه. واقعا میشه که امیدوار بود که مردم الان فهمیدن بعد از 3.5 سال تقریبا 4 سال که این یه شارلاتان و یه شیادی بیش نیست و درست مانند آخوندها که همه وعد و وعیدهای دروغ گفتن و بعدم به مردم گفتن خودعه کردیم. میشه امیدوار بود که مردم نوامبر اگر انتخابات برقرار بشه میان و رأی مخالفت به این میدن، و اگر دادن آیا این به سادگی کاخ سفید رو رها میکنه میره، یا میگه انتخابات تقلب بوده و وای میسه از همین طرفداران باقی موندهش که همه هم اکثرا مسلح هستن میخواد که بیان تو خیابونا. تئوری بسیار جالبی رو مطرح میکنین. ببینیم، اول بریم روی بخش نخست گفتتون، مسئله دوم خروس. ترامپ
اینقدر دروغ میگه و تکرار میکنه که تونسته یه مقداری در یه مدتی شیره بماره سر یه جمعیت، ولی یه چیزایی رو شده. یعنی غیر از این مسئله که شما اشاره کردین راجع به چین که یه روز میگه چین خوبه یه روز میگه چین بده، نگاه کنین به دم خروس. در دنیا 3,300,000 نفر مبتلا به کرونا شدن، بیش از 1,100,000 نفر یعنی یک سومش در آمریکاست. جمعیت آمریکا که 330 میلیونه 5% جمعیت دنیاست. یعنی یک کشوری که 5% جمعیت رو داره، یک سوم تمام مبتلایان در آمریکاست. این دوم خروس. یعنی ترامپ 100% راهش و روشش رفوزه شده. دوم میبینین که الان اون میدونین در آمریکا مرتب آمارگیری میکنن که مثلا چند درصد با اینا هستن، چند درصد با اونا هستن، و ترامپ مرتب درصدش آمارهاش سقوط کردن و الان در حدود 5-6 روزه که در مجلس سنا که اکثریتش دست جمهوری خواها و طرفداران ترامپه، همه به دست و پا افتادن که چیکار باید بکنن. در این که آمار از ایالتاشون نشون میده که در انتخابات شرکت کنن روبوزه میشن، و اونا هر چقدر دنبال ترامپ باشن اول دنبال منافع خودشونه. برای همینه که الان ترامپ اون موقعیت خودش از دست داده. و اون وقت میرسیم به حرفایی که میزنه. اینقدر کم دانه، اشاره کردم تا یه گفتگومون، که میگه مواد شیمیایی که میخواین توالت رو تمیز کنیم بزنیم به خودت، تزریق کنیم. دیگه نادانی و ناآگاهی از این که مسخره تر و بیشتر نمیشه. این چیزا همه دست به یکی کرده، همون طوفان کامل رو در مورد ترامپ به وجود آورده و الان واقعا شانس دوباره انتخاب شدنش بسیار ناچیزه. و برای همینه که داره الان تازگی همه کاسه‌گذار رو داره میزنه تو سر چین، میخواد چون نیاز داره یه دونه چیز داشته باشه، اینجا بهش میگن اسکیپ گوت، یعنی یه پیرن اسمو میخواد داشته باشه. بسیار ممنونم، مثل همیشه یاد گرفتیم، خیلی خوشحالیم که با ما بودید. و از دوستانم خواهش میکنم اگه سوالی دارن با شما مستقیما تماس بگیرن، اگر در تماس گرفتن اشکالی بود با تلویزیون مردم تماس بگیرن، من ترتیب این تماس رو میدم و امیدوارم که در هفته‌های آینده هم باز با شما باشیم با خبرهایی بهتر و به قول معروف شاد و سلامت و دور از کرونا باشید آقای لاله. سپاسگزارم همینطور شما و بینندگانتون و همه هنانمون. هفته آخر هفته خوبی داشته باشید. بسیار ممنون. دوستان عزیز اجازه بدید من هم برنامه‌ام رو همینجا تموم کنم و به شما بگم که برنامه‌های تلویزیون مردم رو با دوستانتون هم شیر کنید و ساعت 5 با آقای بهرام آبتین خواهیم بود تا یک سری احتمالاً بتونیم دوستانی رو که در جنبش‌های مختلف هستن بیاریم و ازشون سوال کنیم. حتی اگر مخالف هستیم میتونیم خیلی دوستانه مخالفت خودمون رو اعلام کنیم و اونها هم صبورانه پاسخ بدن. از اینکه با ما بودید ازتون تشکر میکنم. تلویزیون مردم از مردم با مردم برای مردم و با حمایت مردم. از دوستانی که حمایت کردن، مخصوصا دوست خوبی که دیروز هنوز اول ماه نشده ایشون حمایت کرد، تشکر میکنم. امیدوارم شما هم خودتون رو مقید کنید که به اصطلاح حمایت کنید، نه تنها از تلویزیون مردم، از تلویزیون ها و رسانه های دیگه‌ای که دوست دارید و باور دارید که اونها به جایی آویزون نیستن و از اونها حقوق نمیگیرن. روز روزگار بر شما خوش و با ما باشید، برنامه ها رو پی بگیرید. مرسی. برنامه آقای حسن ارشاد از ایران، برنامه 268. مرسی.